کنم خدمت همه دوستان. امیدوارم این جلسه هم مثل جلسات قبلی خیلی پر انرژی و خوب با هم دیگه شروع کنیم کلاس رو. خب آقای عالمی، شما ضبط رو هم فراموش نکنید، ولی موقع اگر من مشکل داشت شما بکاپ داشته باشید. خب چه خبرها؟ ساعت 9 نشده، 3 دقیقه مونده. ما جلسه قبلی چیا رو گفتیم؟ دیشب تا کجا پیش رفتیم؟ دیشب دو قطبی ها رو یه مقدار کار کردیم، در مورد تدریج صحبت کردیم، ترانس صحبت کردیم و بعد نه جلسه خوبی بود. جلسه پیش کنم شما نبودید نه؟ چرا؟ چرا نبودید؟ شب مدار دو بود. بله سلام. باشه، ما سعی میکنیم تا فردا فیلم رو آماده بکنیم و توی سایت بذاریمش. سلام خانم قلیپور. خانم قلیپور با مدار ارتباط خوب برقرار کردی یا نه؟ با مدار کلا مشکل داشتی. 100% برای مدار منطقی هم، برای مدار منطقی هم بله، هم من و هم آقای دکتر یوسفی کلاس آنلاین خواهیم داشت. حالا یا من میذارم یا ایشون، حالا یا ترکیبی بعد جا که الکترونیکی من میذارم بعد جا که منطقی و بیس منطقی هست و ایشون میگه، شاید ترکیبی کلاس برگزار بکنیم. چیو؟ من یادم رفت، نمیدونم چیو گفتی. بپرسید بپرسید، حالا کلاس رو نشده میتونید سوالتون بپرسید. خب من چیکار میخواستم بکنم؟ خب میتونید با وایس بپرسید، من ممنون میشم بچه همه بشنوم. من دارم این جزء رو الان درست میکنم تا کلاس شروع میشه. خب میگن که نسبت به سوالات مدار فوبیا دارن. عرضم به خدمتتون که برای اینکه سوال بیشتر حل بکنید، الان موقعش نیست که بخواید از جزء برید سویش کنید روی منبع دیگه، چون الان ما مدارمون ناقصه، مدار مقاومتی رو کامل نگفتیم. اجازه بدید سوالات جزوه رو تا اینجایی که درس دادیم و حداقل دو بار حل بکنید. فصل‌های بعدی هم میریم پایان مدار مقاومتی یا ابتدای مدار مرتبه اول که رسیدیم، اون موقع شما میتونید برید از کتاب دیگه هم تست بزنید. الان وقتی برید سراغ کتاب یا مرجع دیگه، چون خیلی جا رو هم نرسیدیم بهش، ممکنه اون سوالی که شما حل میکنید نیاز به سری تکنیکا داشته باشه که من نگفتم. سلام. به خاطر همین من توصیه نمیکنم الان سراغ منبع دیگه ای برید، فعلا همین جزء رو برید. فقط کاری که میکنید، اگر میخواید مدار رو با حالا کلاس بخونید، الان ما امروز درس دادیم، حالا توی کلاس یه سری سوالا حل میشه، یه سری سوالا تمرین هستش، تا جلسه بعدی و دقیقا کامل مدار مقاطعه باید تمام باشه، بعد به سراغ تست غیر از جزوه. همین جزوه اینقدر تست داره که اصلا شما خیالتون راحت باشه. شما از این جلسه تا جلسه بعدی حداقل غیر از اینکه حالا امشب که بعد کلاس هست، فردا یعنی فردایی که بعد امروز هستش، دقیقاً این جمله آقای خیابانی ها، فردا که بعد از امروز هستش، شما باید این مطالب امشب رو کار بکنید و مرور بکنید. بعد از این توی هفته جاری باید یک دور حداقل تستای جزوه رو خودتون حل بکنید تا جلسه بعدی. این میشه دو دور تقریبا. بعد از این وقتی که میرید هفته بعدی
و دو سه هفته از درس میگذره، شما باید از فصول قبلی یا جلسات قبلی به صورت رندوم تست بزنید. مثلا من امشب یا فردا یا هفته جاری یه سری تست ها زدم که مشکل داشتم توی حلشون، کنارش علامت زدم تو دور چندم، حالا اول یا دوم. دو سه هفته دیگه که مثلا داری غیر مثلا مبحثی میخونی، مثلا جمع آسا رو داری میخونی، از دو سه هفته قبل این تست های علامت دار یا اون تست هایی که فکر میکنی مهم بوده رو، اگر امروز داری 3 ساعت مدار میخونی، نیم ساعت یه رو وقت بذار مثلا رندوم چند تا تست بزن که این جلسه قبلی برات ریویو بشه. نمیخواد دوباره بشینی درس ما رو بخونی. اگه دیدی که تو تست انقدر مشکل داری مثلا نمیدونی باید چیکار کنی و واقعا تو درسش یاد رفته، خود نگاهی هم به درس نام بکن. ولی معمولا مدار وقتی چند تست بزنی همه چی یادت میاد. خب جزوه که قرار دادیم دیگه، مشکل که نه، من جزوه مدار دو رو که دیشب قرار دادم، فقط فیلم و فقط فیلم... کدوم قسمت مدارک هم که قرار دادیم، مشکل تو فیلم مدارک که نداری که، فیلم مدارک که کامل بود جزوه هستش. خب اویه مدار دو یه مدار داره ادیت میشه، من تو فردا حد اکثر تو فردا مدار دو رو قرار میدیم توی سایت. جزوه که گذاشتم اونا شما جزوه رو بخونید تا فیلمش هم فردا مونده میشه. خب بریم سراغ درسمون. فقط نکته ای که میخوام بگم این که یه سری سوالات حل نشده از جزوه که اینا رو آقای مسعودی این هفته اگه یه تایمی بچه ها همه کنید سوالات حل نشده رو واسه بچه ها اونا که مشکل دارن یک ساعت دو ساعتی باشون تو کلاس حل بکنید خیلی خوبه. بعد آقای فخرالمی آقای مسئولی از جلسات بعدی به صورت مدیر توی کلاس بذار که حالا خواستن میکروفونی بس کنن یا قطع کنن بتونن کمک اون بکنن. شروع کنیم دیگه. خب من جزوه رو بهتون نشون بدم. جلسه قبلی اواخر جلسه در مورد یکتایی جواب با هم دیگه صحبت کردیم که گفتیم آقا یک مدار یا مدل یک مدار سه حالت واسه مدار برای پاسخش به وجود میاد، یا جواب یکتا داره یعنی فقط یک جواب داره، یک جریان یا یک ولتاژ جوابش میشه، یا بی شمار جواب داره یا بدون جوابه، که این سه حالت رو بررسی کردیم که چه موقع اتفاق میفته. نکته که باید الان بهش تاکید بکنم که جلسه قبلی زیاد روش بحث نکردم اینه که ممکنه شما بپرسید که اگه یک مداری چند تا حلقه یا چند تا گره داشته باشه و چند معادله داشته باشه، ما بهتره که با جریان ها کار بکنیم یا با ولتاژ ها. نکته اول این که شما برای اینکه دستگاه معادلات مدار رو به دست بری و روی اون بحث بکنی، یا باید با دستگاه معادلات جریان کار بکنی، اینو باید تو جزوه بنویسی. نه همه مدارات جوابشون یکتا نیستن. بعضی سوالات میگه آقا این جواب یکتا داره یا نداره، یه مدار ممکنه جواب یکتا نداشته باشه. خب شما برای اینکه سوال رو سوال اگه سوال در مورد یکتایی جواب بود، مثل این تمرینی که شما الان دارید نگاه میکنید و میخواید ببینید که مدار جواب یکتا داره یا نداره، یا باید دستگاه معادله جریان رو تشکیل بدی یا دستگاه معادله ولتاژ، نمیشه ترکیبی از اینا باشه. یعنی توی این مدار یا باید با جریان ها معادله بنویسی، که ما تو روش پخش جریان با جریان ها کار میکنیم. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا یه جریان تعریف کنیم، اون جریان مستقلی که تو مدار هست رو مینویسیم. مثلا آقا الان این یه جریان، یکی از جریان های مداره، درسته؟ حداقل جریان هایی که تو مدار باید تعریف بشه تا تمام جریان ساخته بشه رو باید شما تشکیل بدید. یعنی اینکه با این یه دونه جریان فقط نمیتونی کار بکنی، مجبوری که مثلا اینجا هم شما یه جریان مثلا آی ایکس در نظر بگیرید. یعنی که الان فعلا تو الان دو تا متغیر
واسه یه جریان ها تعریف کردم. آیا نیازه که اینم یه جریان مثلا آی پریم در نظر بگیرم، یعنی سه معادله و سه مجهول باشه؟ میگم نه، این اضافه است. نیاز نیست که متغیر اضافه تعریف کنی. آی ایست که اینجا تعریف شده باشه، اینجا آی باشه و این آی اس، این جریان بر حسب اینا ساخته میشه. پس نیازی نیست که جریان دوباره تعریف کنی. و شما این مدار رو با همین آی ایکس و آی میتونید تمام جریان هاش رو بسازی. پس این مدار با دستگاه معادله جریان تحلیل میشه. کسی تا اینجا مشکلی نداره تو این بحثی که الان کردم؟ کسی اگه ایراد داره میتونه میکروفونش رو بس کنه و صحبت بکنه. خب حالا یه موقع هست ممکنه دوست داشته باشی با ولتاژ ها کار بکنی، یعنی اینکه قانون گره رو بیای پیاده بکنی. قانون گره رو ما توی درسمون ازش عبور کردیم. فارسی بنویسید لطفاً. خانم معموشه با سمس اگه مشکل دارن تایپ کنیم واسه شون که ایشون رفرش کنن تصویرشون رو، حالا کلاس رو رفرش کنن، کلاس برن بیرون یه بار دیگه بیان داخل کلاس. خب حالا یه موقع است میخوای با ولتاژ ها کار بکنی. اگه بخوای با ولتاژ ها کار بکنی باید گره های مستقل رو پیدا بکنی. مثلا چی؟ مثلا چی؟ خب اینجا که ولتاژش مشخصه دیگه، چون این وی اس اینجا هستش، ولتاژ این گره مشخصه، نیازی نیست که اینجا ولتاژ تعریف کنی. مثلا اینجا یه ولتاژ تعریف میکنی، مثلا چی؟ وی یک. اینجا هم یه ولتاژ تعریف میکنی، مثلا وی دو. و دیگه تمام گره ها ولتاژش مشخصه دیگه، وی دو، وی یک، و اینجا هم که وی اس هستش. حالا که این ولتاژ ها رو داری، با نوشتن معادلات KCL میتونی دستگاه معادله ولتاژ رو بنویسی و دو تا معادله بر حسب وی یک و ویدو داشته باشی، که اگر معادلات ولتاژ رو بنویسی با اون هم میتونی شما یکتایی رو بررسی کنی با توجه به اون نکاتی که تو جلسه قبلی گفتیم و گفتیم به چه صورت میتونی یکتایی رو بررسی بکنی. ما این سال این تمرینی که الان میبینید تو جلسه قبلی حل کردیم، یه تمرین بعدی رو میخوایم با هم دیگه کار بکنیم. گفته در شکل زیر، آره خودمون همینطوری تعریف کردیم. آره الان این سوال رو نگاه کنیم متوجه میشید. گویا در شکل زیر در چه لحظاتی مدار بی شما جواب برای ولتاژها و جریانهاش داره. خب سوالمون رو نگاه کنید، یه منبع سینوسی داره. خب کاری به این منبع نداره، این منبع مستقله. یه منبع وابسته دارم که وابسته به چیه؟ وی یک، که ولتاژ وی یک رو اینجا تعریف کرده. بچه ها الان توی این مدار چه متغیری تعریف شده؟ جریان تعریف شده یا ولتاژ؟ ولتاژ تعریف شده. یعنی اگه بخوای یکتایی رو بررسی بکنی، دستگاه معادلات جریان رو بنویسی راحت تر هستی یا دستگاه معادله ولتاژ؟ خب چون یه دونه وی خودش تعریف کرده، با همین وی کار بکنیم بهتر هستش تا اینکه بخوام بریم دوباره از اول جریان تعریف بکنیم. با اینکه شما با جریان هم میتونی این کار رو انجام بدی، حتی با جریان هم مثلا میتونی حل بکنی، خب شما ممکنه حلش نمیدونم حساب این طولانی تر بشه. منظور من تو قسمت فهمیدید، من گفتم توی این مدار چون یه وی تعریف کرده دیگه، من میرم با وی کار میکنم، با ولتاژ کار میکنم و دستگاه معادلات ولتاژ رو مینویسم. خب یه شکلی میگم آقا قانون گره رو میخوام بگم. قانون گره رو قبلا بهتون نگفتیم، رد شدیم، گفتیم روش ترکیبی. حالا اینجا قانون گره رو یاد میگیریم. میگم آقا اینجا ویه که با هر دو روش حل میکنم. باش اینجا الان ویه که درسته. خب اینجا ویه که کدوم گره هست که دیگه ولتاژش مشخص نیست؟ این گره دیگه. الان اینجا یه گره است دیگه، درسته؟ پس اینجا رو هم چی تعریف میکنم؟ ویدو. این کل این سیم چون هیچی بینشون نیست، از اینجا تا اینجا خودش یه گره است. اینجا این بالا رو دارم عرض میکنم، یه گره است که ولتاژش ویدو. تا اینجا مشکلی نداری؟ با سه‌زاده شما مشکل نداری. خب حالا که وی یک و وی دو رو تعریف کردی، با پخش جریان هم میشه، ولی چون وی تعریف کرده شما دیگه نمیری، چون داری یک تایر بررسی میکنی، با وی میری معادلات رو مینویسی. یعنی میخوام دستگاه معادلات یا ماتریس ادمیتانس رو بنویسم. حالا من ماتریس ادمیتانس و امپدانس رو نگفتم، مثلا نیازی نیست که بلد باشی، ولی با ماتریس ادمیتانس هم میتونه. خب این وی یک، این وی دو، برای وی یک KCL رو مینویسی. یعنی چی؟ آقا به این گره چه جریانی داره وارد میشه؟ ست سینوستی داره وارد میشه. این جریان چیه؟ خب اگه اینجا V1 باشه، این پایین زمین باشه،
تو روش گره شما این پایین رو زمین میگیری، یعنی مرتفع صفره، یعنی اگه اینجا وی یک باشه اینجا صفر، این جریان میشه وی یک تقسیم بر دو به سمت پایین. اگر این گره وی یک باشه این گره وی دو، وی یک منهای وی دو تقسیم بر سه طبق قانون او میشه جریان این سوم. پس من میتونم بگم جریان ورودی مساوی با جریان های خروجی، قانون گره است دیگه، یعنی ست سینوس تی برابر میشه با وی یک دوم به علاوه وی یک منهای وی دو تقسیم بر سه. تو KCL اینجا مشکلی نداشتی؟ خب بگم آقا واسه این گره هم بنویسم وی دو، وی یک منهای وی دو تقسیم بر سه داره به گره وارد میشه، سه تا وی یک هم داره وارد میشه، جریان یوم چی میشه؟ اگه بالا وی دو باشه پایین زمین باشه میشه وی دو تقسیم بر یک، سه آمپر هم داره بهش وارد میشه. پس مجموع جریان های ورودی مساوی مجموع جریان های خروجی، یعنی سه وی یک داره وارد میشه، سه آمپر هم داره وارد میشه، وی یک منهای وی دو تقسیم بر سه هم داره وارد میشه و وی دو داره خارج میشه. پس اینم دستگاه، اینم معادله دوم واسه گره. واسه دو تا گره خودتون شما معادلات جریان رو نوشتی. خب حالا مرتب میکنی، یه طرف متغیرها مثلا وی یک وی دو عدد ثابت، بله تو روش گره، تو روش گره شما یه نقطه رو به عنوان مرجع یا زمین فرض میکنید که ولتاژش صفر هستش، تو روش گره این کار رو انجام میدید. معادله دومت هم به ترتیب که بالا مرتب کردی مرتب میکنی، یعنی اول وی یک بعد وی دو بعد عدد ثابتتون. خب حالا این دستگاه معادله بررسی میکنی، دستگاه معادله است دیگه، x y عدد ثابت، x y عدد ثابت. این دستگاه معادله ببینی که چجوریه جوابهاش. گفتیم چیکار میکنی؟ ضرایب رو بر هم تقسیم میکنی، آ رو بر آ پریم، بی رو بر بی پریم، سی رو بر سی پریم. 5 تقسیم بر 2، منفی 2 تقسیم بر منفی 4 و 9 تقسیم بر منفی 9. گفتیم آقا اگر 5 تقسیم بر 2 میشه میشه چقدر؟ 1 دوم. منفی 2 هم تقسیم بر منفی 4 میشه چقدر؟ این هم میشه 1 دوم. گفتیم اگر تمام ضرایب نسبتشون با هم دیگه برابر باشه اون دستگاه معادله بی شما رو جواب داره. سوالم از ما اینو خواسته بود که آقا در چه زمانهایی بی شما جواب داره، یعنی ببین چه موقع این اینا با هم برابر میشن، یعنی یک دوم برابر بشه با منفی دو چهارم و برابر بشه با 9 تا سینوس تی تساوی منفی 9. اگه بخواد اینا با هم برابر بشه، این دو تا اولی که با هم برابرن فقط کافیه دومی و سومی یا اولی و سومی با هم برابر باشه، یعنی که 9 با منفی 9 میشه 1 یا منفی 1 و اینم که یک دوم، یا میتونی بگی سینوس تی برابر با منفی یک دوم، یعنی سینوس تی برابر با منفی یک دوم و تی میشه چی؟ میشه دو کا به علاوه یک پی به علاوه پی شیشون. سینوس تی در چه ربعی میشه منفی یک دوم؟ ربع دوم و چهارم. پس ضرایب فردی از پی رو با پی ششم جمع کنیم تو رو به سوم میفته. خب پس ما در این زمان ها تو این تایم ها اتفاقی که میفته اینه که ضرایب با هم دیگه برابر میشن و مدار بی شما جواب پیدا میکنه. خب این یه روش. ما دستگاه معادله ولتاژ رو نوشتیم. حالا یکی از دوستان گفته بود که دستگاه معادله جریان رو، درسته؟ کی پرسیده بود؟ اگر تو دستگاه معادله ولتاژ مشکلی نداری یک بده تا من برم سراغ دستگاه معادله جریان. خب روش دوم، روش دوم میخوام دستگاه معادله جریان رو بنویسم. خب چرا اونطوری هم میتونی بگی؟ حالا دیگه مثلثات دیگه، حالا دیگه وارد اونطوری هم میتونی بگی. خب میخوام دستگاه معادله جریان رو بنویسم، این معادلات جریان این مدار رو با هم بنویسم.
نکته که وجود داره، من مجبورم واسه یکی از شاخهای جریان تعریف کنم. مثلا واسه این من میگم چی؟ در این جهت میگم آی. چرا؟ چون مجبورم بگم آقا اینجا اگه آی باشه، این هم سامپل، این هم سه وی یک، بتونم این جریان این شاخه رو بنویسم. نکته دیگه که وجود داره، خب بنویسیم فعلا این شاخه رو من آی گرفتم. مثلا میتونم این شاخه مثلا بگیرم، اینو بگیرم آی یک، اینو بگیرم آی دو. اگر این آی دو باشه، اینم سه تا سینوس تی، میتونیم بگیم این جریان در این جهت میشه چی؟ سه تا سینوس تی به علاوه آی دو. از طرفی این جریان این طرف هم چی میشه؟ میشه آی یک به علاوه سه به علاوه سه وی یک. ما باید با جریان ها کار بکنیم، درسته؟ یعنی شما وی یک که اینجا داری باید بر حسب آی دو بنویسی. چه شکلی؟ میگم آقا مگه این آی دو نیست اینجا وی یک؟ من میتونم بگم آقا اگه این V1 باشه این آی دو، حالا اگه جهتش رو برعکس می نوشتم، حالا اینا با هم دم جهت بگم. استاد ببخشید، الان اگه این آی دو به سمت پایین بود، آی دو قبول داری میشد طبق قانون اوم چی میشد؟ میشد V1 دوم. ولی چون جهتش خلاف قانونه، ولی چون الان جهتش خل چی شده؟ الو، آها من قطع کردم، ببخشید. چی شده الان؟ استاد ببخشید، آی یک و آی دو چرا رو به بالا در نظر گرفتیم؟ مگه نه اتصال به زمین فرض میکنیم؟ باشه پایین فرقی نمی کنه، ولی بالا بگیری قانون تو با علامت منفی باید بنویسی. آه خب از کجا بفهمم که باید این کار رو انجام بده؟ ولی اگر جهتش مهم نیست بالا پایین بگیری، ولی اگه بالا گرفتی مثلا گفتی آی دیگه، آیت وی یک دوم نیست، چیه؟ منفی وی یک دومه. خب مثلا اینو از کجا بتون که الان باید منفیش کنم؟ خب رو به بالا منفی پایین پایین مدار مگه زمین نیست؟ خب اگه بالای وی ایکسی باشه، اینجا صفر ورد باشه، جریان طبق قانون اوم از وی ایکس به آر میشه به سمت پایین. ولی اگه به سمت بالا بگیری، اینجا صفر باشه، اینجا وی ایکس، میگی صفر منهای وی ایکس تقسیم بر آر، یا وی ایکس آرون با علامت منفی. آها درست. اجازه بدید حل کنم بعد با هم بحث میکنیم. صبر کنید حل کنم. مثلا جریان، این جریان رو به سمت پایین میگیرم، میگم آی یک. اگه این آی یک باشه، این جریان میشه چی؟ سه منهای آی یک به علاوه سه تا وی یک. قبوله؟ اگه سه تا سینوس تی داره بالا میره، اینجا رو من مجبورم یه جریان در نظر بگیرم. مثلا آی مثلا این دفعه به سمت پایین میگم که شما مشکل نشته بود. سه تا سینوس تی منهای اینا آی دو میگیریم، آی دو. قبوله؟ الان من معادلاتی که دارم وی یک توش ظاهر شده، پس باید وی یک هم برسه به جریان های شاخه های مدار بنویسی. طبق این شما میتونی بگی که الان وی یک دوم یعنی همون آی دو دیگه، نه؟ یعنی هر جایی که وی یک داری میتونی بذاری چی؟ دو تا آی دو. قبوله ایتینو؟ یه دو تا جریان رو هم دیگه قرار گرفتن که یه معادله بهت میده، میگه سه منهای آی یک به علاوه سه وی یک برابر میشه با منفی سه تا سینوس تی منهای آی دو. اگر وی یک رو بگی دو تا آی دو، چه اتفاقی میفته؟ معادلت بر حسب آی یک آی دو مرتب میشه. اینجا منفی آی یکه، حالا ببرش چون اون طرف تا این اینجا آی یک سه وی یک هم. خب پس اون طرف که بره میشه آی یک
اینجا یه آیدو داری، سه تا وی یک هم که گفتی چه میشه 6 تا آیدو، بره اون طرف میشه منفی 5 تا آیدو، یعنی در ثابتمون یه سه داریم به علاوه یه سه تا سینوس تی میشه اگه اشتباه نکرده باشم. درست نوشتم اینو؟ یه معادله. معادله بعدی تونه KVL باشه، تنها KVL که تو مدار میتونی بزنی اینه، منفی دو تا آیدو به علاوه سه ضرب در سه تا سینوس تی بل منهای آیدو به علاوه آی یک مساوی با صفر. این هم یه معادله که برسه آی یک و آی دوه. چی میشه؟ میشه آی یک منهای آی دو برابر میشه باشی منفی 9 تا سینوس تی. درسته؟ معادلات رو اشتباه ننوشتم؟ چی نوشته؟ منفی 5 تا آیدو. آره منفی 5 تا آیدو. خب الان شما یه دستگاه معادله داری که میتونی روش بحث بکنی. این دستگاه معادله جریانه. چرا؟ چون معادلات جریان مدار رو نوشتی، یعنی اینکه نسبت اینا رو می نویسی 1 به 1 برابر میشه با -5 و -5. اگه دو تا با هم برابر باشه یا مدارت بی شمار جواب داره یا جواب نداره. اگر نسبت دومیاشون هم با هم برابر باشه، یعنی 3 به علاوه 3 تا سینوس تی با منفی 9 تا سینوس تی، این نسبت هم با اینا برابر باشه، چه اتفاقی میفته؟ مدارت بی شمار جواب داره. یعنی که اگر این میخواد این هم با اینا برابر باشه، باید اینه باید 1 باشه دیگه. یعنی چی میشه؟ یعنی 3 به علاوه 3 تا سینوس تی برابر میشه با منفی 9 تا سینوس تی اگه شما ننوشته باشم. و از اینجا درست نوشتم؟ این چک کنید. خب این نسبت رو حل میکنه، این سینوس رو به دست میاره. ببین چند میشه که سینوس تیت میشه چی؟ اینجا تو این معادله میشه منفی 1/4. یه جای اشتباه کردم، چون الان منفی 1/4 به دست اومده، باید منفی 1/2 بشه. نه چک کنید، نه در جواب شود بشه چند؟ آیدو چهار آیدو آه نه چک میکنید دیگه. بالا اشتباه کردیم خانم هاشم نژاد؟ کجا؟ یعنی تو روش ولتاژ رو جای محاسبات اشتباه کردیم؟ این روش بالا رو اشتباه کردیم یا تو همین 9 تا سینوس 18 کجا رو الان میگی؟ میکروفون نداری بگی کمک کنی؟ به شما کجا بوده؟ استاد خسته سلام، نباشید. سلام بشین. اونجا که نوشتین 9 تا سینوس تی 5 وی 1 منهای 2 وی 2 برابر با 9 تا سینوس تی، روش اول یا روش دوم؟ نه روش اول خب بالا 5 خب تا وی 1 منهای 2 تا وی 2 آها میگم خب برابر با 9 تا سینوس تی، این 9 تا درست. سینوس تی 18 تا سینوس تیه. آها خب خیلی عالی، پس میشه 18، پس اینجا میشه 18 و این نسبت میشه منفی 1/4. یعنی اگه اشتباه نکنم
یه این سینوس رو به دست میاری دیگه، یه تیوش رو این چند میشه. اوکی خب بچه ها میپرسن که چرا جریان طرفه. ببین ما تو دستگاهی که باید بنویسی باید فقط جریان شاخه ها باشه، نمیتونه ولتاژ باشه. اینجا تو این سوال قرار نبوده که سوال رو حل بکنیم آی رو به دست بیاریم، قرار بوده که دستگاه معادلات جریان رو بنویسیم. اگه به شما گفته بود برو وی رو حساب کن، آره یه آی تعریفی کرد یه بس به وی میشد حل میکردی دیگه، با کمترین متغیر مینوشتی. ولی الان تو این سوال ما گفتیم دستگاه معادلات جریان رو بنویسی، یعنی فقط جریان شاخه ها باشن، نه اینکه بر اساس اون ولتاژ باشه. اگه قرار فقط سوال حل بکنی خب نیازی نبود که دیگه جریان تعریف کنی. مثلا میگفتی آقا این جریان این دومی میشه وی یک دوم، این جریان بر اساس وی یک دوم مینوشتی، دیگه نیازی به آی یک آی دو هم نبود که بخوای اینقدر جریان تعریف کنی. متوجه منظورم شدی؟ و چون دستگاه معادلات هست نمیتونی از اون وی استفاده بکنی، باید برای شاخه های مدار جریان بنویسی. به خاطر همین بود که ما اون اول کار بهتون گفتم که آقا سوال چون وی تعریف کرده شما برو با ولتاژ گره ها کار بکن. خب اصلا میشه به جای وی جایگزینش رو بذاریم؟ خب ما همین کار رو کردیم دیگه، ما هم در نهایت اومدیم این جریان رو تعریف کردیم که به جای وی اومدیم گفتیم آقا جایگزینش دو آی دوه. من چون روش مالس ادمیتانس رو و امپدانس رو نگفتم اینا فرقی نمی کنه که سلام خدا. سلام خسته نمیشید. سلام اگر یه جریان من الان خودم حل کردم با یه جریان برای شاخه مقاومت یه او خب جریان آیل سمت بالا دادم، بعد اینجا خب مقاومت دو اوهمی که سمت چپ رو من میتونم جریانش رو به دست بیارم دیگه، میشه بگی چی؟ دوم. خب خب این جریان مقاومت، بعد روی مقاومت دو اوم دو تا جریان میفته، یعنی یه دونه وی یک دومو داریم، یه دونه هم یه جریانیه که از پخش جریان من از سمت راست که شروع کردم رسیدم سمت چپ شد سه به اضافه آی به اضافه سه تا وی یک به اضافه سه تا سینوس تی. خب بعد شد دو تا معادله، یعنی یه معادله کی وی ال یه دونه معادله تطبیق جریان ها رو که روی شاخ افتاده که هم جهت هم هستن. خب به جای وی یک من میتونم توی معادله KVL من خب وی یک ظاهر میشه، درسته؟ من میتونم به جای وی یک معادلش رو از روی همون تطبیق جریان بذارم دیگه. خب یعنی اینجوری میشه حرکت به جای اینکه دو تا جریان بذاریم. ببین فرق نمی کنه، من اینجا اومدم جریان رو هم انداختم، خب شما اینجا اومدی رو هم دیگه انداختی. خب من یه دونه جریان تعریف کردم، شما دو تا جریان تعریف کردید. بعد آخر کار معادلاتی که داشتید چیا شدن؟ معادلات بر حسب وی نمیتونه باشه، بر حسب جریان. بر حسب وی نیست، بر حسب یه دونه جریانه و سینوس تی. مگه میشه؟ آره دیگه جای گذاری کردم، بر حسب یه دونه جریان شد و سینوس تی. یک جریان. حالتون رو توی تلگرام بفرستید تو گروه ببینیم چه صورتی بوده. برای تحلیل این مدارات روش دیگه هم هست که روش ماتیس امپدانس و ماتیس ادمیتانس هستش، که اگه شما این راه رو حالا این روش گره و روش پخش جریان رو درست انجام بدی به اون دو معادله که میخوای میرسی. ولی ماتیس امپدانس و ماتیس ادمیتانس اگه مدارات داره منبع وابسته‌ای داشته باشه باید یه مدار اینا رو تبدیل بکنی و داستان خودش رو داره. من به نظر خودم به همین روش رو یاد بگیرید، نیازی به اون امپدانس و ایمپدانس نیستش. خب سوالی دیگه نبود؟ مداری که ببین الان مدارت من مدارت دو تا حلقه داره، خب دو تا حداقل دو تا جریان میخواد که مدار حالا مادرش نوشته بشه. حالا شما اون آره دیگه به تعداد معادله باید مجهول داشته باشه. ما الان اگه بخوایم با ولتاژ ها کار بکنیم دو تا ولتاژ مستقل داره مدار، اگه بخوایم با جریان ها کار بکنیم برای اینکه مدار رو تحلیل بکنیم این جریان باید ساخته بشه تا از طریق این، حالا شاید هم بشه با نمیدونم با جریان این بخوای حالتو ببینم چه صورتی بوده. ببینیم خانم زمانی حلش رو تو چیز بفرست، توی گروه بفرست، حالا هم بچه ها بینه همه ببینم چجوری حلش کردیم. دقیقا با جریان حداقل جریانی که باید
مدارات رو پوشش بده، هم کاری که توی کیبل کیسل میکردی. این بحث یک تا جواب واسه بچه کامپیوتر الزامی نداره، ولی این سوال رو با ادمیتانس و امپدانس هم میتونید شما حل بکنید که حالا روش امپدانس و ادمیتانس رو مدار دو به شما میگم به چه صورتی هستش. نه این چیزی که الان این یک تا یه جواب به این صورت برای بچه های کامپیوتر نمیاد. خب اینجا الان میاد تمام لحظه متوسط انرژی رو باید بلد باشی. نه میگم نیازی نیست، ولی این تمام لحظه رو شما حتما بلد باشی. خب میخوایم توان لحظه ای، توان متوسط و انرژی رو با هم دیگه تعریف بکنیم. مفهوم توان چیه؟ توان یه تعریفش اینه که سرعت مصرف انرژی یا تولید انرژی بهش میگن چی؟ توان. یعنی توان رو میگن مشتق انرژی نسبت به زمان. یا انرژی چیه؟ مثلا من یه دستگاهی دارم که تو هر ثانیه یه وات مصرف میکنه، یه دستگاهی داره که تو هر ثانیه یک وات مصرف میکنه. اگر در هر ثانیه یک وات مصرف کنه، توی 10 ثانیه چند وات مصرف کرده؟ چه 10 وات دیگه، درسته؟ نمیگن 10 وات، میگن 10 جول مصرف کرده، انرژی رو موقع بیان میکنه. یعنی که اگه شما زمان رو در توان یا وات ضرب بکنی، انرژی به دست میاد. تو هر ثانیه بر حسب وات بیان میشه، ولی وقتی بخوای تو یک مدت زمان بیانش بکنی، میگه اینقدر انرژی مصرف کرده. پس تفاوت انرژی و توان رو متوجه شد دیگه. خب حالا توی مدار الکتریکی چه شکلی بتونیم توان و انرژی رو حساب کنیم؟ قبلا توان لحظه ای رو به شما گفته بودم، گفتم آقا توان چیه؟ توان برای یک المان حاصل ضرب ولتاژ در جریان هستش. یعنی اگه یک المانی داشته باشه، حالا میخواد مقاومت باشه، منبع باشه، منبع جریان یا هر چیز دیگه که باشه، اگر جریانش آی باشه و وی به این صورت تعریف شده باشه، این داره توان تولید میکنه یا مصرف؟ تولید. چرا؟ چون از سر مثبت داره خارج میشه. و اگر به این صورت جهت جریان و پولاریته ولتاژ باشه، داره توان مصرف میکنه. حالا اگر یک المانی توان مصرف بکنه، انرژیش هم مصرفیه دیگه. آقا در هر ثانیه یه وات داره مصرف میکنه، پس تو 10 ثانیه چی داره مصرف میکنه؟ تولید در کل هم داره مصرف میکنه دیگه. پس میگه آقا 10 جول مصرف میکنه مثلا. پس اگر یک المانی دیاگرامش مصرفی باشه، انرژیش هم مصرفیه. یا اگه دیاگرامش تولیدی باشه، انرژیش هم چیه؟ تولیدی خواهد بود. یه نکته. برای اینکه انرژی رو حساب بکنیم، ما اینجا یه رابطه گفتیم، گفتیم آقا انرژی از لحظه، چون انرژی بازه زمانی میخواد، اون پول برقی که شما داری پرداخت میکنی بابت انرژی هستش. میگه آقا اینقدر کیلو وات ساعت، یا میشه گفت جولو داره، چون زمانو داره توش ضرب میکنه. وقتی شما بخوای انرژی رو حساب بکنی در یه بازه زمانی، مثلا از زمان T1 تا T2، باید از توان لحظه ای از لحظه T1 تا T2 ازش انتگرال بگیری. مثلا اگر یک المانی داشته باشی که توانش همیشه 2 وات باشه، یعنی عدد ثابت باشه، انتگرالش رو میخوای از لحظه 0 تا 5 ثانیه ببینید چند جول مصرف کرده، پس از 2 انتگرال میگیری. عدد ثابت انتگرال چی میشه؟ میشه اون متغیر انتگرال که تی هستش رو ضرب میشه، میشه 2T 5 و اینجا هم 0. 5 رو یه بار میذاریم میشه 10، 0 رو که بذاریم میشه 0، یعنی 10 جول داره مصرف میکنه. پس شما توان لحظه ای رو داشته باشی، میتونی انرژی رو به دست بیاری. خب اگر این المان رو داشته باشم، وی و آیش رو داشته باشم، وی رو در آی ضرب بکنی، ازش انتگرال بگیری نسبت به زمان، انرژیش به دست میاد. چون این دیاگرام تولید هست، این انرژی تولیدی خواهد بود و با این دیاگرام انرژی مصرفی. کسی اینجا مشکلی نداره؟ بله. اگه کسی حرفی از تولید و مصرف نزد، منظورش چیه؟ مصرفه. حالا چه انرژی و چه توان.
توان متوسط چیه؟ فرض کنید که یک المانی داری که در یک بازه زمانی داره تولید میکنه، در یک بازه زمانی داره مصرف میکنه. توان متوسط معمولا جایی بیان میشه که یک المانی توی بازه داره مصرف میکنه، توی بازه داره تولید میکنه. میخواد ببینه سرجم این تولید کننده است یا مصرف کننده است. اون موقع توان متوسط تعریف شده. میگیم توان متوسط تعریفش اینه: از توان لحظه‌ای از بازه منفی تی دوم تا تی دوم که در یک تیوم ضرب کرده باشی و تی رو به سمت بی نهایت میل بدی انتگرال بگیر. حالا میگم انتگرال چجوری حساب بکنی. فعلا فقط همینو بدون که توان متوسط میشه یک تیوم از منفی تی دوم تا تی دوم، یعنی یه بازه به اندازه تی بزرگ که اون تی رو به سمت بی نهایت داری میل میدی و از وی در آی داری انتگرال میگیری، یعنی از وی در آی که در هم ضرب بشه داری مساحتش رو توی بازه خیلی بزرگی داری مساحتش رو اندازه گیری میکنی و بر اون عدد بزرگ داری تقسیم میکنی. فعلا همینو بدونید. محاسباتش اینقدر انتگرالی نیست که الان داری اینجا میبینی. چند تا تعریف میخوام بگم. فرض کنید که یک المان داری که همواره توان لحظه ای صفر باشه. آقا یه المان دارم، خب مثلا چی بگم، آقا این الان یه المان الکترونیکیه. خب الان در حال حاضر چون جریانی ازش عبور نمیکنه، توان این چنده؟ صفر. چرا؟ چون آیه صفره. آیه که صفر باشه وی هر چی هم میخواد باشه آیه صفره و توانی مصرف یا تولید نمیکنه. حتی اگه این آداپتور رو ترانس دیگه درسته به برق هم وصل بکنم، چون که این سیم به جایی وصل نشده و مدارش باز هست جریان ازش عبور نمیکنه، با اینکه ولتاژ 220 رو داره ولی چون جریانش صفر هستش این جریان صفر باعث که توانش هم باشه صفر، یعنی هیچ چیزی مصرف نمیکنه. اگه یک المانی توان لحظه ای صفر باشه متوسطش چنده؟ خب معلومه که صفر دیگه. شما اگه تمام نمراتت صفر باشه معدلت چند میشه؟ صفر میشه دیگه. درسته؟ حالا یه سری نمره داری، یه تعدادشون دهه یه تعدادشون منفیه ده، به تعداد مساوی مثلا 5 تا 10 داری به 5 تا منفی 10 داری، یعنی آقا توی بازه زمانی داره 10 وات تولید میکنه توی بازه زمانی داره 10 وات مصرف میکنه، معدلش یا متوسطش چند میشه؟ بازم میشه صفر. پس در دو حالت ممکنه توان متوسط صفر بشه. یکی این که توان لحظه ای صفر بشه که متوسطی نداشته باشه، معدلی نداشته باشه. یکی این که مثلا مثل سینوس توی بازه ای مثبت توی بازه ای منفی، یعنی هم بازه‌هاش هم با هم برابرن، یعنی هر چی که داره تولید میکنه هم قدم داره مصرف میکنه، پس متوسطش چند میشه؟ میشه صفر. مثلا تابع سینوس متوسطش چنده؟ صفر. فهمیدی منظور منو؟ خب آقای عالمی شما فیلمو ضبط میکنی؟ من یادم ضبط کنم. پس خودت دیگه تا آخر زمان شو بکش، من این جلسه ضبط نمیکنم. اگه میدونی صدا اونا خوب نیست من ضبط کنم. حالت به وقتیه که توان متوسط مثبته. فرض کن دیاگراممون به این صورت بوده، یعنی این دیاگرام رو ما داشتیم. توی این دیاگرام چیه؟ دیاگرام مصرفه. یعنی اگه متوسطش مثبت باشه یعنی چی؟ یعنی در کل داره مصرف میکنه یا تولید؟ مصرف میکنه، چون دیاگرامت مصرف بوده میانگینش هم مثبت شده، پس در واقع این داره در کل داره مصرف میکنه. اگه متوسطش مثبت بشه یعنی که اون بازه هایی که
داره مصرف میکنه بیشتر از بازه هایی که داره تولید میکنه. مثلا فرض کنید توان لحظه یک المان به این صورت بوده با دیاگرام مصرف، تو این بازه که داره مصرف میکنه توان بیشتری داره مصرف میکنه، ولی تو این بازه داره توان کمتری تولید میکنه. یعنی در کل متوسطه چیه؟ مثبته، چون متقارن نیست. یا حالت بعدی وقتی که توان متوسط منفیه، وقتی توان متوسط منفیه یعنی که اگه این دیاگرام شما باشه این دیاگرام مصرفه، وقتی منفی باشه یعنی در واقع داره تولید میکنه. یعنی وقتی توان متوسطت منفی هستش یعنی در یک بازه زمانی بیشتر داره توان تولید میکنه تا اینکه مصرف بکنه. شاید هم مصرف بکنه ولی تولیدیش بیشتر بوده. کسی سوال نداره؟ یه مثال با هم دیگه حل کنیم ببین چی داره میگه. یه مدار دارم، یه منبع سینوسی دارم، سینوس پی تی با یه جریانه یه آمپر. مدار خیلی ساده ایه، میخوام توان متوسط چی رو حساب کنم؟ دو اوم رو حساب بکنم. توان متوسط دو، توان متوسط دو باید چیکار کنم؟ اول باید برای اینکه توان متوسط رو حساب بکنی باید اول توان لحظه ای رو به دست بیاری. توان لحظه ای رو چگه میتونم به دست بیارم؟ باید جریان دوم رو داشته باشی و بگی آر آی به توان دو. برای مقاومت توان گفتیم اینطوری حساب میشه دیگه، یا میگی ولتاژ ضرب در جریان، یا ولتاژش به توان دو تقسیم بر مقاومت، یا آر ضرب در آی به توان دو. خب جریان دوم که خیلی راحت به دست میاد دیگه، پس از رابطه آر آی دو میرم میگم آقا یه آمپر به علاوه سینوس میاد توی دوم، پس توان لحظه ایش میشه چی؟ آر که دومه ضرب در آی که چیه؟ یک به علاوه سینوس به توان دو. تا اینجا قبوله؟ به توان دو برسونی توان لحظه ایش میشه چی؟ میشه یه سینوس دو، یه دوتا سینوس پی تی و یه عدد ثابت یک. کسی مشکل نداره با این توان لحظه که من حساب کردم؟ خب حالا که توان لحظه ای رو داری میخوای ازش متوسط بگیری. دو راه وجود داره که متوسط بگیری، یکی اینکه واقعا بری انتگرال رو حل بکنی. یعنی چی؟ میگی توان متوسط برابره با یک تیوم منفی تی دوم تا تی دوم پی تی دی تی. یعنی توان لحظه ای رو می نویسی و از اینا انتگرال می گیری. ولی من میگم اصلا نیازی نیستم که شما انتگرال بگیری، شما این تابه رو نگاه کن، با تصور کردن تابه شما میتونی متوسطش رو حساب بکنی. اول از یک شروع میکنم. آقا عدد یک، عدد یک این دو که مال ذری بشه میاری بیرون، بقیهش میشه متوسط. یعنی یه دو میاد بیرون، هر چی که باقی میمونه میشه متوسط، چون این دو ضریبه. دو رو میارم بیرون میگم آقا این یک متوسطش چند میشه؟ یه عدد ثابت یک دیگه، متوسطش چند میشه؟ خودش میشه یک دیگه. شما تمام نمراتت یک بشه معدلت میشه یک دیگه. نه تاب سینوس، سینوس و کوسینوس اینا متقارنن. دقیقاً هر چقدر که مثبت هستش تا جایی که بالا میره تمام قدم پایین میاد. یعنی بده بستوناش با هم برابره. یعنی تاب سینوس و کوسینوس متوسطشون چنده؟ صفر. همه اینو قبول دارن چون سینوس و کوسینوس متقارنه. متوسطش صفر. اما تابع سینوسی که توان دو دارن مثل سینوس دو پی تی، سینوس دو پی تی به چه صورتی شکلش؟ نگاه کن سینوس دو پی تی میگه چی؟ میگه آقا این تابع سینوسه. خب الان متوجه میشی تابع سینوس قبول داره اینه؟ این محور زمان و اینم توان. آقا تو این بازه ای که اینجا داریم مگه مثلا یا تولید داره میکنه یا مصرف؟ اینجا داره مصرف میکنه، اینجا تولید، اینجا مصرف، اینجا تولید، یا برعکسش. هر چقدر داره تولید میکنه منفیش هم داره تولید میکنه، یعنی در واقع داره اینقدر تولید میکنه همون قدم داره مصرف میکنه تو بازه زمانی. یعنی متوسط سینوس چون تقارن داره صفر. ولی تابع سینوس دو پی شکلش به چه صورتیه؟ سینوس دو پی تی یعنی تابع رو به توان دو برسونی دیگه، مثلا میشه این شکلی. آقا توان دو قسمت منفی میشه مثبت، یعنی بازم میره بالا، دقیقاً مثل همون. اینجا هم به همین صورت.
یعنی سینوس دوها منفی ندارن، قرینه نمیشن که بده بسون بکنن همقدر که تولید میکنه همقدر مصرف کنه، یعنی توان متوسطه صفر دیگه نمیشه. متوجه شدید؟ پس اگه سینوس و کوسینوس توان دو داشت یا توان سه داشت، توان سه چه مشکل نداره، توان دو توان چار نه، توان سه به چه صورتی میشه شکلش؟ متقارن میشه؟ خب پس توان دقیقا توان دو و توان چهارش اینا دیگه متقارن نیستن، یعنی همشون مثبتن و دیگه متوسطه صفر نمیشه. پس اگه شما توان دو داشتی یا توان چهار داشتی دیگه متوسطه صفر نمیشه. چجوری حساب میکنی؟ یه راه اینه که شما یه تقدیر سینوس بکنی، سینوس دو پیتی چی میشه؟ یک منهای کوسینوس دو پیتی تقسیم بر دو، دیگه توان دوشو از بین میبری. حالا این تابعی که داری یعنی چی؟ یعنی یک دوم منهای کوسینوس دو پی تی تقسیم بر دو، یک دوم متوسطش میشه خودش، ولی کوسینوس چون توان دو نداره دیگه متقارنه، پس متوسطش میشه صفر، یعنی میشه یک دوم. یعنی شما هر جا سینوس و کوسینوس به توان دو داشتی متوسطش میشه یک دوم دامنه خودش. سینوس و کوسینوس به توان دو داشتی طبق این اثباتی که اینجا کردم متوسطش میشه نصف دامنه خودش. از اینجا هم شما میتونی بفهمی شکلی که براتون کشیده بودم، شکل قرمز، اگه توان چهار باشه باید رابطه چهار رو به دو تبدیل بکنی، یعنی توان چهار رو به توان دو و بعد توان دو رو به آلمان به توان یک تبدیل بکنی. فکر کنم یک چهارم میشه اون، یک چهارم یا یک هشتم نمیدونم، این دقیقا یادم نیست. یه بار بنویسش. خب این یک دوم میتونی اینجا هم نگاه بکنی، آقا این سینوس که به توان دو میرسه متوسطش چیزی مثل اینجا میشه، این وسط ها میشه دیگه، درسته؟ قدری دارم میگم، یعنی یک دوم دامنش میشه متوسطش. خب یه لحظه اجازه بدیم. مشکل ندارید؟ پس ما اینجا وقتی داریم این انتگرال رو حساب میکنیم یا داریم متوسط این رو حساب میکنیم، همینجا نگاه کن، یک میشه متوسطش میشه خودش، سینوس متوسطش میشه صفر، سینوس هم میشه نصف دامنش، پس متوسط این تابع میشه دو ضرب در این چیزه که نوشتم. این پایین نقطه نوشتم، اگه عدد ثابت داشتی متوسطش میشه خودش، سینوس و کوسینوس داشتی متوسطش میشه صفر، توان دوش رو داشتی میشه یک دوم. بفهم استاد بخشید، الان مگه توان متوسط نباید در بازه زمان تعریف بشه؟ توان متوسط تو بازه زمان تعریف نمیشه، توان متوسط در یه بازه طولانی یا بی‌نهایت تعریف میکنن، اون انرژیه که بازه تعریف میکنه، میگه از یک ثانیه تا سه ثانیه چقدر انرژی مصرف کرده، ما هنوز انرژی رو مثلا حل نکردیم. آه بله مرسی. استاد امکان داره دور سینوس قدر مطلق باشه دیگه؟ تو ریاضی امکان داره، ولی تو مدار ما قدر مطلق نداریم واسه یه منبعمون. واسه منبع سینوسی داریم آرمس نمیذاریم چی؟ متوجه نشدم. فاز رو بعدا میگم، فعلا واردش نمیشیم فعلا.
فده متوسط حساب میکنیم. اونجا هم از همین نکات استفاده میشه، توی فاضل هم از همین استفاده میکنم برای اینکه متوسطش رو بیان بکنیم. خب این مثالی که اینجا هست رو یه مثال توانه، توان لحظه ای هم اصلا ربطی متوسط نداره، اینو خودتون حل میکنید و تو جلسه حل تمرین با آقای مسعودی حل میشه این سوال. مثلا ربطی به توان متوسط نداره، همینجوری سوال تمرینی بوده که گذاشتیم اینجا حل بکنید. ما بحث مدار تحلیل مدار مقاومتی، اون بحث کیویر کیسیلش تموم شد. این جزوه این قسمت رو حداقل باید سوالاتش رو سه بار حداقل حل کنی، کیویر کیسیل رو حداقل سه بار. بچه‌هایی که بار اولشون دارن میکنن، خودتون سه بار باید حل بکنی. اصلا متوسط سینوس دو نباید یک بشه؟ یعنی چی؟ میکروفون تو بس کن خانم. استاد ببخش، من سلام، شاید خیلی پیش پا افتاده باشه. نه شکران. الان مگه نباید متوسط نصف این نمودار که رسم کردیم نمیشه؟ نصف این، نصف دامن، اگه توان دو، سینوس توان دو داشته باشه میشه نصف دامنش. خب نصف دامنه اینجا مگه، خب ای مگه نقطه یک نیست؟ ای دو متوسط نقطه یک ای میشه دیگه. نه اینو، این ای دوه، توان دوش رو کشیدم، متوسطش میشه اینجا. چرا اونجا میشه؟ طبق اثباتی که کردیم گفتیم آقا سینوس کوسینوس توان دو داشته باشه، توان متوسطش میشه چی؟ یک دومش. البته بخشید، توان دوش درسته دیگه، نصف دامنش میشه. مثلا شما دارید سینوس ستی به توان دو. خب سینوس ستی یعنی چی؟ یعنی سینوس ستی به توان دو یعنی که توان دوش میشه هم دامنش دیگه به توان دو، یعنی یک دیگه، درسته؟ سینوس بین منفی یک و یک مگه نیست؟ توان دوش هم میشه چی؟ بین منفی یک ها که میشن یک، همچون بین صفر و یک میشه، یعنی نصف این میشه، نصف توان دوش. این باید نصف آدو را متوجه شدم. شما باید نگاه به سینوس میکنی، کار به فرکانسش نداری، فقط سینوس رو نگاه میکنی، هرچی که دامنش بود آ سینوس فلان به توان دو، دامنش هرچی هست تقسیم دو میشه. خب سوال، این سوال مثالی که مثل توان لحظه‌ای هستش، اینو تو تحلیل تمرین حل بکن. خب اول خودتون حل بکنید بعد بیا سر کلاس حل تمرین. خب ما وارد بحث جدیدی بشیم. چند تا کلاس بودیم؟ تقریبا یک ساعت. خب اگه موافق هستید، چون میخوام مبحث جدیدی شروع بکنیم الان، اگه خسته شدی الان برید استراحت که دیگه وقتی میام مبحث رو از اول شروع بکنیم. آه بهتر نیست؟ اوکی زوده، ولی الان میخوام درس بدم، یه روپه دیگه وسط درس نمیتونم کلاس قطع کنم. اگه میشینید تا یک ساعت دیگه، من معمولا یک ساعت روب که میشد آنتراک میرفتیم، حالا برای من فرق نداره. خب حل تمرین هم با آقای مسعودی هماهنگ بکنید، اگه این هفته شاید شده داشته باشن براتون بزن.
ببخشید کام پنج رو دیر کردم نه؟ خب فصل جدیدی که با هم دیگه داریم بحث رابطه تعادلیه. رابطه تعادلی چیه؟ بعد از تو کیا رابطه تعادلی خوندن؟ خب کیا نخوندن؟ اونا که نخوندن دو بدن. خب من نصف خوندن نصف نخوندن. خب بخواهم رابطه تعادلی رو بگیم. ببینید تو بحث مدار، تو بحث مدار و تئوری مدار ما یک مدار رو با اسم کارخونهش نمیشناسیم، با شماره سریالش نمیشناسیم، با روابطی که اون المان یا اون دستگاه داره میشناسیمش. یعنی اینجا میگیم که اگر شما یک شبکه مقاومتی داشته باشی، فعلا بحثمون رو شبکه‌های مقاومتیه، مدارات که مقاومتیه، یعنی سلف قاضی نداره. اگر یک مدار مقاومتی داشته باشی و اون مدار مقاومتی خطی باشه، بین ولتاژ و جریان شما، ولتاژ و جریان اون شبکه یا اون المان، این که بایس گذاشتم، این میتونه یه المان باشه، میتونه یه مدار باشه، میتونه دستگاه باشه، مهم اینه که دو تا سیم ازش اومده باشه بیرون، یعنی وی و آیش تعریف شده باشه. مثل اینجا اگر وی و آیش به این صورت تعریف شده باشه، شما میتونید برای یک مدار مقاومتی خطی وی رو بر حسب آی یا وی رو تابعی از آی بنویسید. یعنی وی شما مثلا میشه یه آلفا، وی شما میشه مثلا یه آلفا آی به علاوه بتا، که آلفا و بتا ضرایب ثابت هستن که بستگی به این شبکه شما دارن که این آلفا بتا چقدر باشن. یا اینکه میتونی آی رو بر حسب وی مرتب بکنی، یعنی آی تابعی از وی باشه، یعنی آی یه ضریبی از وی به علاوه عدد ثابت، که این کا و ام عدد ثابت هستن و مقادیرشون بستگی به این خود این شبکه یا این مدار شما داره. گوشیم زنگ خورد، فکر کنم الان بدتر شد دیگه. نه من گوشیم زنگ خورد، ببخشید. خب پس این ضرایب آلفا بتا کا و ام مقادیر ثابتی هستن که تابع وی و آی رو بر اساس هم دیگه یا رابطشون با وی رو بر اساس آی و آی رو بر اساس وی بیان میکنه و این ضرایب بستگی به شکل مدار و مقادیر المان هاتون داره. باز هم تاکید میکنم برای یک شبکه این دو تا سری که میاد بیرون، رابطش این رابطه وی و آی که نوشته میشه وابسته به این دو سری که ازش اومده بیرون یا اون قطبیه که شما داری بررسی میکنی. چندین حالت میتونی واسه یک مدار داشته باشیم. این رابطه رو همین الان اگه داری درس تازه گوش میکنی، دو تا رابطه رو بنویس، وی به طور الان بنویس روی کاغذ که من نیام بالا. وی مساوی با آلفا آی به علاوه بتا، این رابطه تعادلی بهش میگن، این شناسنامه مدارته. یعنی آلفا و بتا رو اگه تعیین کنی میشه شناسنامه مدارت، با این بیان میشه. اگر بتا توی این معادله صفر باشه چه اتفاقی میفته؟ وی میشه آلفا آی، یعنی اگه این شبکه رو شما بتونی رابطه وی آیش رو بنویسی و وی بشه آلفا آی، یعنی بتا صفر باشه، این یاد چی میفتی بچه ها؟ اگه المانتون وی و آی با هم رابطه خطی داشته باشن، اینجا این دقیقا مثل مقاومته، یاد مقاومت میفتی. یعنی این شبکه مقاومتی خطی شما عمل کردش مثل یه مقاومت میمونه که اندازه چقدر آلفا هستش. قبلا مثل مقاومت آر میگفتی وی مثل با آر آی دیگه، پس این نمیشه. این مدار، این شبکه از این دو سر معادل با یه مقاومته. بودم تأکید میکنم این شبکه شما از این دو سر میتونه معادل با یه مقاومت باشه. یعنی چی معادل با مقاومت؟ یعنی که
این مدار هر کاری که با بیرون خودش انجام میده، این مقاومت هم معادل با اون هم کار انجام میده. یعنی چی؟ یعنی اگه شما یه منبع ولتاژ به این مدار وصل بکنید و جریان یه آمپر ازش عبور بکنه، همون منبع ولتاژ رو به این المان که معادل اون هم هست وصل بکنی، همون جریان عبور میکنه. این عملکردشون با بیرونشون، بیرون از خودشون با هم دیگه یکسان هستش. کسی مشکلی نداشت دیگه. اگه آلفا صفر باشه، معادله وی مساوی با آلفا به علاوه بتا، آلفا صفر باشه قبول داره که وی میشه بتا. وی مساوی با بتا یا وی مساوی با عدد ثابت فقط منبع ولتاژ مستقله که این رابطه رو داره. ما تو منبع ولتاژ مستقل گفتیم آقا ولتاژ رو سرش همیشه ثابته، هیچ المانی غیر از منبع ولتاژ مستقل این خاصیت رو نداره. پس وی مساوی با عدد ثابت یعنی منبع ولتاژ. یعنی اگه این شبکه شما رو معادلات این شبکه‌ای که داری و مقاومتی و خطی هستش، رابطه وی آی شو بنویسی و ببینی که وی با آی رابطه‌ای نداره. الان تو این معادله که نوشتی وی به آی وابسته است، نه، گفته وی مساوی بتا، یعنی که ولتاژ دو سرش همیشه بتا و هیچ ارتباطی با آی نداره. دقیقاً یاد اون جمله میافتی که من قبلا گفتم منبع ولتاژ مستقل، یعنی این مدار معادل با یه منبع ولتاژ مستقل با اندازه بتا هستش. عملکرد این مدار مثل این هستش. یعنی اگر شما این دو سر یه مقاومت وصل بکنی و یه جریان یه آمپری ازش عبور بکنه، همون مقاومت رو به این مدار معادلش که منبع ولتاژ هست وصل بکنی، همون جریان یه آمپر عبور میکنه. نکته بعدی این که اینا رو میگیم با هم معادلن، مساوی نیستن. معادل بودن یعنی که عملکردشون مثل همه. ممکنه این شبکه 10 تا منبع ولتاژ داشته باشه، 5 تا منبع جریان، چند تا مقاومت و برایندشون معادل شده با این، یعنی که الزاما داخل این یه منبع ولتاژ این ممکنه یه مدار خیلی پیچیده ای باشه. فهمیدید؟ خب حالت بعدی اون معادل دومیه که آی بود. چی؟ آی بود کاوی به علاوه ام. اگر ام شما صفر باشه، آی و وی با هم رابطه دارن، یعنی مدارت مثل یه مقاومت یا رسانه‌ای عمل میکنه. نگاه کن، اگر ام صفر باشه یعنی این شبکه رو من رفتم تحلیل کردم، گفتم آقا آی شده کاوی، یعنی که وی شما هست یک کام آی، یا اینکه آی هست کاوی. کا ضریب وی یعنی رسانه‌ای، یعنی مثل یه رسانه‌ای کا عمل میکنه یا مقاومت یک کام داره عمل میکنه. پس این مدار معادل با یک رسانه‌ای کا یا مقاومت یک کام، چون آی با وی رابطه پیدا کرده و آی شده کاوی. معادله چهار، اگر حالت چهار کا صفر باشه، اگه کا صفر باشه یعنی که آی هست صفر وی به علاوه ام، یعنی آی شما یه عدد ثابت ام هستش و هیچ ارتباطی هم با وی نداره. ام یه نه ضریب ثابتن. گفتیم آقا این عددی که این بالا گفتیم برای این مداری که شما داری می‌نویسی، مثلا وی شده 2 آی به علاوه 4 یا آی شده 5 وی به علاوه 3، اینا ضریب ثابتن که بستگی به اون مدار شما داره، بستگی به شبکه داره. حل شد؟ حالت های خاصش رو داریم بررسی میکنیم. اگر حالا مثلا کای شما صفر باشه، آی شده یه عدد ثابت مثلا ام، مثلا آی شده 5، یعنی که این شبکه معادل با یه منبع جریانه، چون این آی ربطی به وی نداره دیگه. گفتیم آقا فقط منبع جریان مستقله که ارتباطی با ولتاژ نداره و جریانش ثابته. پس این شبکه اگه آی بشه با ام، پس باید معادل باشه با چی؟ با یه منبع جریان ام که هم جهت هم با این باشه، چون اگه هم جهت باشن آی با ام برابر میشه. قبول داری؟ خب پس این چهار حالت خاص رو بررسی کردیم. یک مدار مقاومتی خطی چهار حالت خاص میتونه داشته باشه که اینجا مثل مقاومت، منبع ولتاژ، منبع جریان یا رسانایی. حالت دیگه که میتونه داشته باشه اینه که آلفا و بتا هیچ کدومشون صفر نشن. اگه آلفا و بتا صفر نشن، یعنی وی میشه آلفا آی به علاوه بتا. مثلا وی میشه چی؟ 2 آی به علاوه 3. شما این رابطه رو نگاه کنید، اینی که با آی رابطه داره یاد مقاومت میندازه شما رو. این عدد ثابت از جنس چی؟ از جنس وی دیگه، وی برابر با این شده. پس این یه 3 ولتیه به علاوه یه مقاومت 2 اوهمی. پس اگر شما رابطه تعادلیت باشه آلفا به علاوه بتا، این شبکه ساده ترین مداری که میتونه وسط جهت منابع جریان چه ولتاژ جریان هم جهت دقیقاً، اگر
آی شما شده باشه ام، خب آی باید با این آیی که شما تعریف کردی همجهت باشن، یا اگه وی شده مثلا بتا، این وی و این منبع ولتاژ باید با هم همپولاریته باشه. اگر وی باشه آلفا آی بالا بتا، آلفا آی میشه مقاومتون، بتا میشه منبع ولتاژ. یعنی ساده ترین مداری که میتونی با این شبکه بگی معادله، یه مقاومت آلفا میشه به علاوه منبع ولتاژ بتا. قبول نداری یه KVL بزن، آقا این چی میشه؟ وی مساوی میشه با آلفا آی به علاوه بتا. ساده ترین مداری که میتونیم بگیم که با این شبکه معادله و این معادله رو ارضا میکنه همین مدار هست. ساده تر از این دیگه نمیتونیم بگیم. کسی مشکلی نداره با این مدار معادل؟ خب اگه K و M هر دو مخالف صفر باشن، یعنی I باشه K به علاوه M، یعنی که آقا رسانایی داره، منبع جریان هم داره. اگه این I باشه که اینجا تعریف کردی، باید M همجهت باشه با این I و یه رسانایی 1K هم اینجا داشته باشه، رسانایی K یا مقاومت 1K هم داشته باشه. این هم کسی مشکلی نداره؟ بعدن به این مدار، به این مدار معادلی که یعنی اینجا کشتیم وی رو بر اساس آی مرتب کردیم، میگیم مدار معادل تبنن. به این مدار معادلی که بر اساس منبع جریان نوشتیم، میگیم مدار معادل نورتون. کسی سوال نداره؟ بریم صفحه بعد. آره یه جوری معکوس هم دیگه هستن، میتونی همون معادله رو برعکسش کنی و بنویسی دیگه. معکوس که نه، برعکس کنی، آی رو برعکس به بی بنویسی، از اون معادله باید آی رو در بیاری. خب حالا میخوایم رابطه تعادلی رو به دست بیاریم. این رابطه تعادلی این شکلی به دست میاد برای یک مدار. اول از همه که رابطه تعادلی شناسنامه مداره، یعنی مدار با رابطه تعادلی شناسایی میشه و بیان میشه. تو تئوری مدار ما نمیگیم این مدار مثلا مدار شرکت سونیه، اون مدار مدار شرکت سامسونگ یا موتورولا یا هر چیز دیگه. ما تو تئوری مدار با روابط کار میکنیم. اوکی؟ برای اینکه شما بتونید شناسنامه یا رابطه تعادلی مدار رو به دست بیاری، اول از همه که اون مدار باید مقاومتی باشه، یعنی مداری که سلف و قازن داره رابطه تعادلی براش تعریف نمیشه. اگه مدارت مقاومتی باشه، برای اینکه بتونی رابطه وی و آیش رو به دست بیاری، حالا من اینجا نوشتم یه منبع تست، یه منبع تستی بهش اعمال میکنی مثلا با ولتاژ وی تی و جریانش هم آیتی در نظر میگیری، به طوری که این آیتیه به شبکه وارد بشه. با کیویل کیسیل میری رابطه وی تی و آیتی یا همون وی آی رو به دست میاری. یعنی چی؟ یعنی که شما یه شبکه مقاومتی خطی داری، یه منبع ولتاژ وی تی در نظر میگیری که جریانش هم آیتی باشه، طوری اینو باید به شبکه وصل بکنی که تو لاپلاس، چرا میتونیم تو لاپلاس میتونیم شما به قول معروف یه جور رابطه تعادلی رو تعریف کنیم با امپدانس. البته خب منبع وی تی شما باید طوری باشه که جریانش از وی تی خارج و به شبکه وارد بشه. اینو به شبکه وارد میکنی و با مداری که حالا داری کیویل کیسیل میزنی و رابطه وی تی و آی تی رو به دست میاری. مثلا رابطه وی تی، مثال میزنم وی تی شده 2 تا آی تی به علاوه 3، یعنی عمل کرده این مدار از این دو سر برابره با یه مقاومت 2 اومی و یه منبع ولتاژ 3 ولتی. یعنی هر کاری که اون شبکه پیچیده داره انجام میده، یه مقاومت 2 اومی و این منبع ولتاژ 3 ولتی هم انجام میده. یا اینکه شما میای یه منبع جریان تو ذهن خود در نظر میگیری با ولتاژ، فرقی نمیکنه. ما استانداردمون به این صورت هستش، یه منبع ولتاژ با جریان آی تی. تا تو مثال خیلی بهتر متوجه میشید. چند تا نکته میخوام بگم. یک،
رابطه تعادلی یعنی رابطه وی آی که می نویسی، این به قطب شما وابسته هستش، یعنی که رابطه تعادلی یک مدار از یه دو سر با یه دو سر دیگه متفاوت هستش، الزاما با هم برابر نیستن. پس یه مدار خیلی بزرگ داری، از یه جایی از مدار دو تا سیم کشیده اردی بیرون، از این دو سر یه رابطه تعادلی داره، از یه جای دیگه مدار دو تا سیم بکشی بیرون یه رابطه تعادلی دیگه داره. پس شناسنامه مدار به اون قطبی که انتخاب میکنی وابسته هستش. این خیلی مهمه، این نکته خیلی خیلی مهمه. ولی بعضی از مدارات هستن که متقارنن، مشکلی نداره، مثلا ممکنه از اون دو سر با یه دو سر دیگه هم که شما رو به تعادلی بنویسی به شکل دیده بشه. نکته دوم، رابطه تعادلی رو اگه از دید یک المان خواستن، دو حالت از شما سوال میپرسن، میگن آقا رابطه تعادلی از این دو سر حساب کن، که این رایی بود که من بهتون گفتم. بعضی وقتا میگن که رابطه تعادلی از دید این المان حساب کن. وقتی میگم از دید این المان، یعنی اون المان رو باید برداری و این کارهایی که گفتم رو انجام میدی. حالا تو تستایی که میزنم بهتر متوجه میشید. اتوماسیون 92 در مدار روبرو VAT و IAT، رابطه VAT و IAT کدومه؟ خودش اومده یه منبع VAT با جریان IAT به مدار اعمال کرده. خب یعنی یه جوری داره رابطه تعادلی حساب میکنه. اتوماسیون 92. خب این اصلا کیگل کیسیله، خودش هم اصلا نگفته رابطه تعادلی، یعنی واقعا رابطه تعادلی رو میخواد. میام چیکار میکنم؟ اینا رو پاک میکنم. سریع حلش کنیم اینو. فرض کنید سوال اصلا از ما خواسته بود که رابطه تعادلی رو حساب کنید. باش، من رابطه تعادلی رو از اون دو سر سمت راستی که وی تی هست دارم حساب میکنم. اگه نگفته بود خودتون باید یه وی تی در نظر میگرفتی و یه آی تی به طوری که از سر مثبت خارج بشه به شبکه وارد بشه. خب حساب کنیم دیگه، قانون اوه داری. بله اینجا میشه چی؟ میشه وی یک دوم، آی تی داره میاد، سه وی یک هم داره میاد، پس این جریان میشه چی؟ آی تی به علاوه سه وی یک. چی شده؟ نه؟ چی نه؟ الو؟ چی شده؟ سه وی یک بفهم یک منبع ولتاژ، منبع جریان. آه ببخش بکنم، منبع جریان ببخش. خب پس اینجا وی یک دوم داریم، بکنم منبع جریان ببخش، منبع ولتاژ وی یک دوم این طرف، یه دو آمپر اینجا، پس مجبوره که این جریان چند باشه؟ دو به علاوه وی یک دوم. یه جنرال ساخته دیگه، کیبل هایی که میتونی بزنی یکی اینجاست و یکی هم مثلا کیبل کلت، یا مثلا آره دیگه این کیبل کل بزنی مدار رو پوشش داری. خب یکی از کیبل هات اون زرد است، خب کیبل زرد رو بگیم چی میشه؟ میشه وی تی مساوی میشه با 5 تا آی وی 1. کیبل آبی رو هم بگیم وی تی برابر میشه با 5 تا آی تی به علاوه وی 1 به علاوه 20. وی 1 مزاحمه دیگه، درسته؟ میتونم این معادله تو معادله دو جایگذاری بکنم، یا اینکه حالا این کارو بکنم بهتره. وی یک رو در این جایگذاری بکنیم، کسی که جزره داره بهم بگه این چند میشه، کسی که جزره داره وایس بگه بهم سریع هم بنویسم که جایگذاری نکنم. بس کنیم، اشکال نداره، حالا من اینطوری حل کردم، فرقی نمیکنه.
آقای معلمپور بفهم. الان صدا سلام میاد؟ استاد. بله بله بفهم. میشه 5 تا آی تی به اضافه سی جواب نهایی. پس وی تی میشه 5 تا آی تی به علاوه سی. اگه این دو تا رو در هم جایگذاری کنی و و وی یک رو حذفش بکنی، وی تی میشه 5 تا آی تی به علاوه سی. سوال حل شد. فقط خود شما الان اینجا هستی، نکن این ضریب آی تی میشه چی؟ میشه اون آلفا. این سی میشه چی؟ شما بتاه. درسته؟ یعنی اینکه این مداری که شما بهش اومدی منبع وی تی اعمال کردی، این شبکه، این یعنی شبکه ای که شما روش کار کردی، به این میگیم شبکه. این شبکه قرمز چون اومدی از بیرون وی تی آی تی بهش اعمال کردی شناسایی شد. معادله با چی؟ از اون دو سر معادله با چی؟ معادله با یه مقاومت آلفا یعنی 5 او و یه منبع ولتاژ چی؟ بتا یعنی چقدر؟ 30 ولت. از کجا بفهمیم این پولاریته این منبع ولتاژ به این صورته؟ میگم آقا مگه این وی تی رو اینطوری اعمال نکردی سر موتادش بالا؟ این هم سر موتادش متناظر با هم باشه. یعنی که شما اومدی به این شبکه از بیرون یه وی تی و یه آی تی اعمال کردی. الان دو تو این شبکه قرمز با این مدار ساده با هم معادلن. فرقی نمیکنه کیویلا شما تو هم کیویل بزرگ بزنید چه کوچیک بزنید، فرقی نمیکنه. فرقی باید بکنه. مهم اینه که مدار کامل پوشش شده باشه. چی؟ من نفهم چی میگه. آلفا 5 دیگه. آلفا میشه مقاومت توننتون. اون بتا هم که در ثابته میشه. فرقی نمی کنه. یالا من اینجا اینطوری نوشتم. مهم نیست. آره اگه شما اونجا کیویل تو کوچیک میزدی وی یک به دست میمد، وی یکتون چی میشد؟ میشد وی سه وی یک به علاوه منفی سه وی یک به علاوه وی یک به علاوه بیس وی یک به دست میمد، تو این جایگذاری میکردی. آره اون که تو جدا نوشته بودم شاید راحت تر بود. فرقی نمی کنه. بتا همون عدد ثابت میشه منبع ولتاژ تورنتون. بریم جلو. پس سوال حل شد. گزینه چند شد؟ گزینه 2 شد. حالا من توضیحات اضافه تری دادم، گفتم آقا اینجا اینجا مدار به این میگیم مدار معادل تونن. حالا میتونستی شما آیتی رو بر اساس وی مرتب کنی. الان این وی تابعی از آی من نوشتم. حالا میتونیم وی رو تابعی از وی بنویسی. یعنی آی تابعی از وی چی میشه؟ آی تی میشه یک پنجم وی تی منهای چند؟ منهای 6. درسته؟ یعنی اینکه این مدار از این دو سر معادل یک رسانایی به اندازه یک پنجم زیمنت و یک منبع جریان 6 آمپر. حالا جهتش رو شکلی باید بذاری، چون اینجا منفی هستش یعنی خلاف جهت باشن، یعنی این منبع جریان شما به سمت بالا بشه 6 آمپر. چرا؟ چون آیتی رو شما اینطوری در نظر گرفتی، ویتی رو هم به همین صورت. یعنی که فرض کن این مقاومت نباشه، آیتی میشه چی؟ میشه منفی 6. نگاه کن فرض کن مقاومت نباشه، آیتی میشه چی؟ میشه منفی 6. پس جهتش باید به سمت بالا باشه. اینا نشونه که دارم میگم، خوب توجه کن بهش. به این مدار میگیم مدار معادل نورتون.
این دو تا مدار با هم دیگه معادلن، یعنی هر کاری که این با بیرونش انجام میده، این مدار هم از این دو سر با بیرونش همین کار رو انجام میده. اوکی خب یه سوال پرسم، یه سوال. اگر اینجا یه وی او بذاریم، یعنی یه ولت متر وصل بکنیم توی این مدار بالا، وی او گفتیم چیه؟ وقتی مدار باز بشه وی او گفتیم ولت متره، دیشب هم گفتیم اینو. ولت متر جریان چنده؟ صفره. یعنی این ولت متر چه عددی رو نشون میده اگه اینجا بذارم؟ سی. باریکلا قبوله تا اینجا. اینجا این دو سر اگه بیام وی او وصل کنم چی رو نشون میده؟ یعنی ولت متر وصل کنم بازم سی رو نشون میده. چرا؟ چون این 6 آمپر اینجا که جریان صفر دیگه، جریان اینجا نمیره. اگه اینجا بیام وی او بذارم یعنی ولت متر وصل کنم، جریان ازش عبور نمیکنه. پس این 6 آمپر مجبوره کجا بره؟ بره تو این 1/5. 1/5 هم چیه؟ رسانایی، یعنی مقاومتش 5. 5 ضرب در 6 میشه چند؟ میشه 30. پس این عمل کردن تو مدار از بیرون مثل هم دیگه است. 1/5 سیمنس ها، یعنی رسانایی، یعنی ولتاژش میشه 1/5 برعکسش کن ضرب در جریان کن. متوجه شدی من چی گفتم؟ اولی چی شد؟ نگاه کن. اینجا گفتیم آقا وی او ولت متر جریانش صفره. گفتیم هر جایی که وی او تو مدار گذاشته و مدار باز هست جریان نداره. اگر جریان صفر باشه، خب این سیه که اینجا هستش جریان این صفره، مثل یه سیم عمل میکنه دیگه. دقیقا سیه میچسبه به وی او. KVL هم که بزن این اثبات میشه، منفی وی او یا وی او مساوی میشه با صفر ضرب در 5 علاوه بر 3. اوکی. حالا یه خاطره بگم خیلی جالبه. یکی از اساتیدمون، حالا من اسم نمیارم، توی یکی از دانشگاه واسه یه امتحان واسه مصاحبه دکترا، خب به من گفت یه سوال بهم بگو که فرمولی نباشه و یه مقدارم مفهومی باشه. خب من یه سوال طرح کردم، خب نیاز به کاغذ و چیز نداره، نیاز به کاغذ و خودکاری نداره. گفتیم که آقا توی جلسه گفتیم آقا ما دو تا مدار داریم، خب که داخل یکی از مدارها مدار تونن هستش، یعنی دقیقا تونن داخلش گذاشته شده و دو تا سیم ازش اومده بیرون، و داخل یکی از یه جعبه داریم، یه جعبه تو داخل این جعبه یه مدار تونن دقیقا قرار گرفته شده، یه منبع ولتاژ، یه مقاومت و یه سیم، دو تا سیم ازش اومده بیرون. یه جعبه سیاه دیگه هم داریم که معادل نورتون توش قرار گرفته شده، یه منبع جریان موازی با مقاومت و دو تا سیم ازش اومده بیرون. گفتیم که آقا پیچ منبع ولتاژ و پیچ منبع جریان دست شماست، یعنی شما یکی از جعبه‌ها که نمیدونی منبع ولتاژ توش هست یا منبع جریان، یه پیچ داره که نه زیادش کنی، حالا یا منبع جریان مقدار زیاد میشه یا منبع ولتاژ، اونم همینطور. گفتیم آقا شما چه شکلی میتونی بفهمی که داخل این منبع، داخل این جعبه سیاه معادل تونن هستش یا معادل نورتون؟ خب کسی جواب نداد اینو، خب انتظار نداشتم کسی جواب بده، خواستم این بالا این جالبیه کارو می‌خواستم بگم. ببینید یه مدار فکر کنید، دو تا جعبه داریم که داخلش رو نمیتونیم ببینیم، فقط دو تا پیچ هست که میتونیم مقدارش رو زیاد بکنیم و دو تا سیم هم ازش اومده بیرون، ولت متر و آمپر متر رو اینا هم نداری، فقط شما میتونی جعبه رو لمسش بکنی و از گرما بفهمی که این تونه یا این نورتونه. یه من اشاره کردم، یه حل سوالو گفتم، ببینم کی میتونه بفهمه که چه شکلی میتونه بفهمه که این داخل جعبه این نورتون، داخل اون جعبه تونن، با حس گرما. آها اون گرما میشه چی؟ میشه نورتون. باره کلا. چرا؟ چون که اونی که تونن داره مدارش بازه، درسته؟ به جای این وسط نکرد، گفتیم اون رو سیم آوردی بیرون،
و جریانی ازش عبور نمیکنه دیگه، درسته؟ ولی اونی که نورتون هستش، حتی اگه این دوروسین به جایی هم وصل نباشه، اون منبع جریان داره تو اون مقاومت داره میره. یعنی اگه پیچ رو زیادش بکنی، جریان رو زیادش کنی، اون گرما قابل لمس و حس هستش، درسته؟ پس معادله تونن جریان نداره، جریان صفر اگه به جای وصل نشه جریان صفره، ولی اون نورتونه جریان داخل خودش هستش. نمیدونم حالا فهمیدی من چی گفتم؟ سوال مسخره نبود؟ این تو مصاحبه دکتراست اینجوری سوال نمیپرسن. این من که مثلا بخندم چون که رفت تو جلسه دکترا نگاره، این اساتی هم که نشستن با هم دیگه خیلی چوخی اینا میکنن. مصاحبه دکتر سوالای کلی پرسیده میشه، یعنی نمیگم اون فرموله چی میشه، این چی میشه اونجا. من کاری که توی سوال بیل گیتس واسه اصلا نمیدونم. لامپا. توی مصاحبه ها لامپ و اتاق نه من نشده دارم. توی مصاحبه ها معمولا کارهایی که شما قبلا کردید تو به صورت کلی ازتون میپرسن که واقعا این کارو انجام دادید ندادید، و در مورد اون کلیات سوال میپرسن. در عمل اصلا دو سر منبع جریان نباید با دقیقا در عمل منبع جریان دو سرش نباید بازشه، همیشه داخل یه مداری هستش. خب این شد بی خیال، آقا بی خیال، من بورسیه بودم، ولی بعدم بهتون میگم تو چون فیلم ضرب میشن، من بورسیه بودم. عرضم به خدمتتون که بریم جلو. برق 69. خب 69 گفته که آقا رابطه وی آی این شبکه یه قطبی کدومه؟ رابطه وی آی رو خواسته، یعنی همون رابطه تعادلی. رابطه وی آی حساب کردن، آقا وی رو خودش داده، آی هم بهت داده، یه باید جرنه رو بسازی دیگه. اگر این آی باشه این دو وی ایس، جرنه یه اوم میشه چی؟ میشه آی به علاوه دو وی ایس. اگر آی به علاوه دو وی ایس این یه اومی باشه، یه آمپر هم کمکش کنه، میشه آی به علاوه دو وی ایس به علاوه یک. قبوله؟ نکته بعدی این که این جرنه یوم هم این پایین باید بسازی دیگه، درسته؟ میتونی بگی یک به علاوه آی به علاوه دو وی ایکس داره میاد، یا آمپر ازش کم میشه، میشه آی به علاوه دو وی ایکس. این جرنه هم ساخته شد. دو کیویل میتونی بزنی، یک کیویل اینجا و یک کیویل هم اینجا. این منبع جرنه چون ولتاژ رو سرش تعریف شده، میتونه شامل حلقه کیویل بشه، پس مشکلی نداره. خب روی کیویل رو که بزنیم، من یه چون جلسه امروز همون کیویل و کیسیل نیست دیگه، اینا انقدر حل کردیم که فکر نکنم مشکل داشته باشی. ما یه کیویل این توی این حلقه بزنیم، کیویل زرد وی آی و وی ایکس ظاهر میشه. من رابطه وی آی رو میخوایم، پس وی ایکس اضافه است. توی کیویل آبی هم شما تو حلقه آبی هم کیویل بزنیم، آی و وی ایکس ظاهر میشه، که اگه این دوتا رو در هم جایگذاری کنی، رابطه V و I با هست V X به دست میاد. V شده منفی 3 I منهای 15. اینجا رو میخوام روش بحث بکنم. V شده منفی 3 I منهای 15. یعنی چی؟ یعنی ضریب I میشه مقاومت تونن و عدد ثابت میشه V تونن. درسته؟ یعنی از این دو سری که V و I بهش اعمال کردی، مدارت معادل میشه با چی؟ یه مقاومت منفی 3 او و یه منبع ولتاژ منفی 15. یا اینکه میای مثبت منفیشو هم پولاریته میذاری، مقدار میگه منفی 15، یا منفی رو میای رو خود منبع اعمال میکنی و جهتشو پولاریتهشو عوض میکنی. اینجا رو کسی مشکلی نداشت که مدار معادلشو نوشتم؟ بالا هم که KVL بود دیگه، KVLش هم که یه بار خودتون میتونید مرور کنید ببینید چه صورتی هست. نکته بعدی این که شما میتونی به جای که وی رو بر اساس آی بنویسی، آی رو بر اساس وی بنویسی. آی شده منفی 1/3، 1/3 وی منهای 5. بله سوالش اینه.
سوال بعدی اینقدر تکرار میشه که نگران نباشید. فرض کنید که من مدار رو اومدم رابطه تعادلی رو نوشتم، وی آی رو به دست آوردم، رابطه وی آی این شده، آیت شده، حالا آی هم میتونیم برسه وی بنویسیم که مرتب کن، آی شده منفی یک سوم وی من های پنج. یعنی چی؟ یعنی یه رسانایی یا رسانایی به اندازه چی؟ منفی یک سوم چی؟ یا مقاومت منفی سوم، فرق نداره. این حالا میتونی منفی سوم بنویسی یا منفی یک سوم زیمنس. یعنی الان یعنی این که نوشتیم اوهمه و این آی فرض کن این نباشه، یعنی مقاومت اگه نباشه آی شده منفی پنج، یعنی اگه هم جهت در نظر گرفتی باید بشه منفی پنج، یا یعنی اینکه میتونی خلاف جهت بگی که آی بشه منفی پنج، ولی دیگه منفیشو اینجا روش ننویسی. فهمیدی چی شد؟ خب یه بار دیگه میگم، شما میتونی فرض کن این مقاومت نباشه، اگه این مقاومت نباشه یعنی این ترم نیستش، باید آی بشه چی؟ بشه منفی پنج. الان این آی قبول داری شده منفی پنج؟ دو تا جریان رو هم جد. یا اینکه میتونستی جهت این منبع جریان رو به سمت بالا بگی و بگی پنج، اونا چون خلاف جهت میشدن باید منفی هم دیگه مینوشتی. این هم متوجه شدی؟ پس این معادل نورتون، سمت چپی هم که معادل تونن، و نکته که وجود داره تونن با نورتون هم معادله، یعنی هر کاری که از بیرون اینا با انجام میدن با هم دیگه معادلن و عملکردشون یکسانه. نکته که وجود داره بازم تاکید میکنم این معادل بودن از بیرون خیلی مهمه، یعنی که عملکرد اینا از این دو سر با هم دیگه برابره، داخلشون ممکنه با هم برابر نباشه. یعنی اینجا جریان این منفی سوم یه جریانیه که صفره، ولی اینجا جریانش مثلا یه جریان دیگه است، ولی بیرون مدار وی آی با هم برابره. پونزر شدید. خب آی رو نوشتم دیگه، شما منفی سه آی یه طرف بر اونو برای طرف دیگه تصف منفی سه کن با ضرب و تقسیم، من آی رو برای سه وی نوشتم. کویز رو الان حل نمی کنم چون این الان واسه این صفحه زوده، باید یه مقدار جلوتر بگیم اینو حلش کنیم. فعلا اینو حل نمی کنم، تو نمیتونی حلش کنی، فرق نمی کنه، باشه حلش میکنی. فعلا مثلا یه بار خودتون حل کنید، اینو تو خونه یه بار قشنگ در حد 20 قشنگ این سوالو فکر کنید در موردش و بعد محصول. بله بفهمید. سلام استاد، این منبع وابسته دعا این روی بالاست کجا چی؟ این سوال بعد اصلاح بشه. آها درست. این سوال تعلیفی خودم، اما یکی سواله واقعا یکی از سواله که خیلی دوستش دارم اینو. خب پس این هم سمت بالا باشه ها؟ پس این سوال رو آره رو جزه اشتباه جزه اصلاحش بکنی، این سوال رو بالا دعایی در نظر بگی. گفتیم در چه زمانهایی این مدار مثل فقط معادله با یه مقاومت، یعنی عملکردش مثل مقاومت، کاری که باید بکنی که رابطه تعادلی از این دو سر حساب کنی، یعنی شما یه وی دو سر اعمال میکنی، آیا هم که معلومه رابطه وی آی رو به دست میاری، باید کاری کنی که عدد ثابت معادله صفر بشه تا وی بشه یه ضریبی از آی بشه معادل فقط با مقاومت، طبق اون نکاتی که تو دو صفحه پیش گفتم. اول اینو روش فکر کنی و بعد جلسه بعدی با هم دیگه اینو حل میکنی چون کویز بوده. مثال رابطه تعادلی رو برای مدار زیر از دو نقطه آ و بی به دست بیارید و بعدم گفتیم مدار معادلش ببین چیه. خب من باید مدار گفته از این دو سر رابطه تعادلی رو به دست بیار، یعنی باید یه منبع ولتاژ ویتی با جریان آیتی بهش اعمال بکنم. این ویتی که میخوای اعمال بکنی
من وی تی رو اینجا اومدم دو سرش وصل کردم، میبینید همه دیگه وی تی که شما داری اعمال میکنی مهم نیست که مصد منفیش به چه صورتی هستش، حالا پولایتش رو چه شکلی میذاری، مهم اینه که مصد منفی هر طوری میذاری بذار، ولی آیتی که داری اعمال میکنی به شبکه از سر مثبت من باید خارج بشه و به شبکه وارد بشه. یعنی اگه سر مثبت پایین هستش جهت هم باید از این پایینه خارج بشه، اگه سر مثبت بالا بود آیتی باید به سمت بالا میرفت. متوجه شدی من چی گفتم؟ یعنی اگه شما میخوای رابطه دور حساب کنی، اگه منبع ولتاژ داری اعمال میکنی، اگه مثبتش بالا هستش جهت آیتی باید به سمت بالا در نظر گرفته بشه و بعد بری رابطه وی تی و آی تی که اعمال کردی رو با کی وی کی سی ال به دست بیاری. پس اگه نفهمی بهم بگی. خب من اومدم توی حلقه آبی جنا رو ساختم دیگه، شکلی گفتم آقا این آی تی چرا به سمت پایین من آی وی تی آی تی رو گرفتم، چون این یه آی رو این شاخه تعریف شده، گفتم آی تی با این اگه هم جهت باشن دیگه منفی نمی نویسن، برای همینن در این جهت در نظر گرفتم. خب برای محاسبه معادل تونن و نورتون شما منبعی که اعمال میکنی باید جهنش از سر مصد خواهد بشه و شبکه وارد بشه. ایتی اگه باشه چون این جریان مشخص نیست، این هم مشخص، من مجبورم که یه آی ایکس در نظر بگیرم، مثلا اینجا دلم خواسته اینجا آی ایکس بگیرم، هر جایی میتونست آی ایکس تعریف کنی، اگر این آی ایکس باشه اینجا دو میشه دو به علاوه آی ایکس، دو به علاوه ایکس داره میاد آی تو ازش کم میشه، پس دو به علاوه ایکس منهای آی، دو به علاوه آی ایکس داره میاد، سه آی هم کمکش میکنه، نمیشه اینجا تمام جهت رو ساختی. نکته اول این که این آی با این آی تی هم جهت هم رایت شاخه میشه، آی مساوی با آی تی، کی وی ال که داری کی وی ال آبی و کی وی ال زرد. نکته که وجود داره آی مزاحمه، شما باید آی تی رابطه وی تی و آی تی رو بنویسی، یعنی آی ایکس هم مزاحمه، پس شما معادل 1 2 و 3 آی ایکس رو از بین میبری، آی رو هم از بین میبری، رابطه VAT و IAT رو به دست میاری. VAT و IAT چه این رابطه شده؟ VAT شده چی؟ منفی IAT به علاوه 3. یعنی اینکه این مدار از این دو سر، از این دو سر آبی معادل با چی؟ یه مقاومت منفی 1 اوم چون ضریب IAT منفی 1 و یه منبع ولتاژ چی؟ 3 ولت. آقا این پولاریته اینو از کجا فهمیدی اینطوری بذاری؟ آقا کاری نداره، نگاه به اون تستی که کردی میذاری، تست رو اینطوری گذاشته بودی دیگه، پس اینم باید به همین صورت باشه، منفی نظیر با سر منفی، مثبت نظیر با سر مثبت، این خیلی مهمه ها. مدار معادلت باید نظیر به نظیر با منبع تستت باشه، پس این مدار معادل با این کل این مدار از اون دو سر هستش، از اون دو سر A و B معادل با مقاومت منفی 1 اوم و اصلا من منفی این ضریبه رو منفی 1 اوم به دست آوردی؟ بقیه بچه ها به چه صورت به دست آوردن؟ خب اینو توی گروه بحث کنید، حالا شاید تو محاسبات من اشتباه کردم، جزء درسته؟ خب اگه دیدید که جایی تو جزء حالا چند نفر دیدن که محاسبات اشتباه بود، پس یه درسته دیگه، تو گروه بگن که ما جلسه بعدی جزء رو اصلاح بکنیم. درسته، پس میشه منفی 1. خب پس این شد مدار معادل تونن. اگه مدار معادل نورتون رو میخواد چیکار میکردی؟ میگفتی آقا آی تی این منفیه میره میشه ضریب وی تی و اینه منفی 3، یعنی چی؟ رسانایی اینه منبع جریان به چه صورت؟ میگه آقا این دو سر آ و بیه، تو ذهنت حواست باشه که این ضریبه خب میشه رسانایی، خب رسانایی 1 و منفی 1 مقاومتش با رسانایی 1 چون عکسش هم میشه منفی و منبع جریان رو چگلی میذاری؟
منبع جریان جهتشو طوری میذاری که مطابق با این چیزی که اول تست کردی. آه تست که گذاشته بودی آیتی در این جهت بود دیگه، درسته؟ ویتی هم به این صورت بود. طوری باشه که این آیتی وقتی که داره میاد این منفی 3 رو به سمت جنوب غربی، خیلی عالی. خب منفی 3 چه شکلی بشه؟ من خب منبع جریان بذارم دیگه. فرض کن مقاومت نباشه تو اون معادله و توی این مدارت. اگه مقاومت نباشه یعنی این ضریبه نباشه. آیتی بشه منفی 3 یعنی آیتی با این خلاف جهت بشن. به این سمت بشه. نه منفی 3 دیگه نمیذاری. میذاری 3 آمپر. که آیتی بشه منفی 3. نه منفی منفی 3. فهمیدید چه شکل شد؟ نکته ای که وجود داره، بازم تأکید میکنم این معادلات و این معادله آخر با توجه به ویتی و آیتی در این جهت حاصل شد. به خاطر همین این آخر کار همیشه میگم این آیتی رو در نظر داشته باش که در این جهته. دلخواه نبوده یا اول کار دلخواه بوده، یعنی آیتی و ویتی رو اینطوری در نظر گرفتی. ولی آها یکی دیگه هم اینطوری به دست آورده. خب اینو بچه‌ها توی گروه چند نفر دیگه هم حل بکنن که مطمئن بشیم که ضعیف چند. حالا محاسبه ممکنه جای اشتباه کرده باشیم دیگه، باید جلسه بعدی اصلاحش بکنیم. خب سیاوشو میر. استاد این مقاومت تو او داخل جزوه آی ایکس من آی تی حساب شده، واسه همون توی محاسبه اشتباهش. آها کجا؟ اینجا درسته. اینجا مقاومت دو اوم جریانش دو برابر آی ایکس من آی، ولی توی جزوه آی ایکس من آی واسه همین بچه‌ها. آها اینجا درست نوشتم، توی جزوه که شما دارید این دو علاوهش نشده، دو جمع نشده باشه. آها. پس این چیزی که دوستان میگن درست میتونه باشه نه؟ فکر میکنم. آره بازم چک کنید اینو، حتما بچه ها حتما چک بکنن. فکر میکنم اشتباه من محاسبات کرده باشه. فرمول نورتون اشتباه اینجا. آره یه منفی هم ضرب میشه میشه مثبت. بعد یه منفی خود تقریبا اینه، اون طرف هم میره میشه موشون مثبت. اگه مثبت بشه چی میشه؟ یعنی اگه این مقاومت نباشه آیتی باید با این همجهت باشه دیگه، چون آیتی میشه 3. پس این در جهت مال شرقی به قول دوستان. درست شد؟ دو تا مدار هم با هم دیگه معادل، یعنی سه تا مدار با هم دیگه بودن عملکردشون از بیرون. بچه تو گروه اون سوالا رو من که خانم سمانی از من پرسن حل کردم، هر که نه توضیح دادم تو گروه، حتما توضیحات صوتی منو بررسی بکنید. خب یه تمرین اینجا نوشتم، این تمرین خیلی مهمه. گفتیم در شکل زیر مشخصه آی و وی برای شبکه N داده شده، جریان آی ایکس چنده؟ خب آقا این شبکه داخلش یه مداری بوده، حالا پیچیده یا ساده مهم نیست، مهم اینه که این شبکه رو به ما گفته رابطه آی و وی، اینجا آیه، این آی و این وی، با این وی و آی که اینجا در نظر گرفتیم، یعنی اگه یه ولت متر و یه آمپر متر در این پولاریته و این جهت وصل کنیم به این شبکه، رابطه آی و ویش رو به این صورت بهم نشون میده. قبوله؟ خب آقا این معادله اینو میتونی بنویسی دیگه، آی میشه چی؟ آی میشه یه ضریبی از وی به علاوه عرض از امتا دیگه، درسته؟ رابطه آی و وی رو میتونی بگی چی میشه؟
اول برای اینکه معادله خط راست رو بنویسی، به اون کارهایی که دبیرستان میکردی کاری نداریم. شما اول شیب رو بگو چنده. اول سربالایی پس شیب مثبته. یعنی شیب چنده؟ دلتا وای به دلتا ایکس. یه واحد عمودی رفته یه واحد افقی میشه، شیب میشه یک. یعنی آید یه ضریب مثبتی از ویه، مثبت یک وی، به علاوه یه چیزی میخوای بکنی. یه نقطه شو در نظر بگی، وقتی وی صفره آید چنده؟ یک. پس باید به علاوه چند بشه؟ یک بشه. این معادله این خطتونه، درسته؟ که اینو خودتون بفهمید که از کجا نوشتمش. پس آی شده وی به علاوه یک. یعنی وی چیه؟ آی منهای یک. این رابطه تعادلیه، درسته؟ من رابطه وی و آی این شبکه رو از روی این نمودار نوشتم. فقط یه نکته وجود داره. اول از همه که این آی و وی که نوشتم کسی مشکل نداره، چون معمولا اینجا همه میرن تو فکر این معادله و دیگه تا آخر سال همش تو فکر این ریاضیان. دعوامون الان بکنیم که بعد من در مورد مدارس صحبت کنم. خب یه بار دیگه بگم، من میخوام ببینم این آی و وی این شبکه چیه. یه شبکه، یه خط کشیده گفته آی و وی اینه، معادله نده، خطشو کشیده. آقا این خط رو میخوام معادلهشو بنویسم. شیب این خط چیه؟ شیب این خط یکی دیگه، دلتا وایش به دلتا ایکس. یه واحد عمودی یه واحد افقی، پس شیب شکل، پس آی، آره من توضیح میدم، آی شده چی؟ مصد وی. ولی این معادله این خط رو ارضا نمی کنه. یعنی اگه مثلا شما وی رو صفر بذاری آید میشه صفر، ولی اینجا اگه وی رو صفر بذاری وی صفر آی چنده؟ یکه. پس اگه به علاوه یک بشه این خط رو ارضا میکنه. پس معادله این خط آی مساوی با وی به علاوه یکه. یعنی وی شما هست آی منهای یک، چیزی که من اینجا نوشتم. حالا مشکل ریاضی حل شد؟ کسی تو ریاضیش مشکلی نداره؟ خب را کسی هم مشکل داشته باشن اینقدر من گفتم روش نگه نمیشه برسه. حالا فرض کنیم که حل شده با توجه به نمودار به دستم. بله، حالا میگیم آقا آیا من میتونم بگم این رابطه تعادلی این شبکه هستش؟ مگه شما فرض کن اینو داری دیگه، فرض کن اینه، مگه برای این شبکه وی آیش نده؟ من گفتم وی هست آی منهای. آیا این وی هست آی منهای رابطه تعادلی این شبکه است؟ آقای احمد میگه بله، رامیار میگه بله دیگه. بله دیگه. محمد پوری میگه منفی میخواد. بله، ما گفتیم رابطه تعادلی وقتی میتونی از این استفاده کنی، وی آی این وقتی رابطه تعادلی برات میسازه که این وی آی طوری باشه که جریان آی از سر مثبت منبع ولتاژ یا اون وی تست خارج بشه و به شبکه وارد بشه. این از شبکه خارج شده. فهمیدید فرقش چیه با اون چیزی که من گفتم؟ پس الان این آی ما یه منفی فرق داره با اون چیزی که ما می‌خوایم. یعنی می‌تونی آی تو به جای آی بگی منفی آی تا به شبکه وارد بشه. یعنی من توی این رابطه اگه آی رو بگم منفی آی، یعنی آی به سمت شبکه میشه و میشه رابطه تعادلی. یعنی کجا نوشتم؟ ننوشتم. اینجا میشه. آها اینجا. حل اینجا نگاه کن. من دنبال آی تی بودم که به شبکه وارد بشه. پس اون وی آی که نوشتیم، این آیتی که به شبکه وارد میشه قرینه آی هستش. یعنی من میتونم ویش مشکل نداره، ویش همون ویتیه، یعنی به جای وی میگم ویتی. ولی آیش آیه نیست که من میخوام، میگم منفی آیتی. یعنی آیتی هست منفی آی، یا آی هست منفی آیتی. یعنی معادله یا رابطه تعادلیت به این صورت هستش. یعنی ویتی شما میشه منفی آیتی منهای یک. همه اینو فهمیدن؟ استاد چرا معادله اول رو؟ چون معادله اول وی آیش وی آی استاندارد نیست، نه رابطه تعادلی نیست. ما گفتیم اگه یک شبکه داشته باشی، رابطه وی آی که می‌نویسی باید طوری باشه که ویش اگه این باشه آیش به شبکه وارد بشه، از سر مثبت خارج بشه و شبکه وارد بشه. ولی الان این مثالی که ما حل کردیم آیش داره از شبکه خارج میشه، یعنی این آی نیست که باش بتونی رابطه تعادلی بنویسی. باید برعکسش بکنی تا اون معادلات که
داری بتونه رابطه تعادلی رو ارضا یعنی بعد بیان بکنه. درست شد؟ چرا دیگه بهش منفی دادیم؟ میتونستی بیای این شکل تو بهش منفی بدی و رابطه رو به دست بیاری. من اومدم از روی این آی و وی رو نوشتم و آی رو کردم منفی، حالا نوشتم منفی آیتی، حالا میتونستم منفی آی بنویسی. یعنی میتونستی بگی آقا درسته این رابطه تعادلی میشه منفی آی مساوی با وی به علاوه یک، یعنی همون چیزی که اینجا نوشتی وی هست منفی آی منهای یک. درست شد؟ من را اسمش هم کردم وی تی آی تی. خب پس ما رابطه تعادلی رو نوشتیم وی تی از منفی آی تی منهای یک، یعنی این شبکه با توجه به روابط تعادلیش معادله با چیه؟ یه مقاومت منفی 1 اوم و یه منبع ولتاژ منفی 1 ولت. پولاریتش رو حواست باشه. چون وی تی به این صورت هستش، این هم سر مساحتش بالا و چون مقدارش منفی هست، منفی رو بغلش می‌نویسی. یعنی من این شبکه رو برمی‌دارم، یه منبع ولتاژ یه مقاومت می‌ذارم. حالا دیگه مدار رو حساب کن ببین سوال از شما آی ایکس خواسته، آی ایکس رو به دست بیار دیگه. یه معادله خیلی ساده است دیگه. مدار خیلی ساده که کی وی ال می‌زنی و آی ایکس رو به دست میاری. پس فهمیدی به چه صورت حلش کردیم؟ هدف از این سوال این بود که شما از روی رابطه وی آی بتونی مدار معادلش رو بنویسی. هر کی فهمید بگه یک بده تا من ببینم. همه هر کی فهمید. خب زمانی هم فهمید. خیلی عالی. قولی پورم که اوکی. خانم پایاق هم که هر دو ساعت یه بار ما میبینمش. درسته؟ پایاقه؟ خب. پس اینم از این سوال. یه روش دیگه هم این سوال رو حل کردم. این بالا. گفتم آقا. کاری به رابطه تعادلی ندارم. گفتم آقا این شبکه رابطه آی و وی شو نده. من رابطه آی و وی رو نوشتم یا وی رو گفتم آی منهای یک. کاری به رابطه تعادلی ندارم. آره من آشنا جا دقیقا همینه. چون استاندارد نمو من جرنشو به شبکه وارد کردم که استاندارد بشه. استاندارد بشه. راه بعدی گفتم آقا این شبکه با این وی آی غیر استاندارد چه این رابطه ای داره. یعنی وی هست آی منهای یک. خب من میگم وی هست آی منهای یک، حالا یه آی داره میاد دو آمپر هم اینجا این دو به علاوه یه کی وی ال زدم، یه رابطه وی مساوی با آی منهای یک هم دارم، از توی دو معادله تونستم آی ایکس رو به دست بیارم. من این شاید راحت تر حل کرده، ولی من هدفم این حل نبود، من خواستم اون تونر نورتون رو خوب درک بکنید. اینا یه بار دیگه بگم، گفتیم آقا با این وی آی غیر استاندارد این رابطه برقرار بوده، وی هست آی منهای، یعنی تو این مدار وی هست با آی چنین رابطه ای داره. خود مدارم تحلیل کردم، گفتم یه آی داره میاد دو آمپر هم اینجا میشه دو به علاوه آی، یه کیویل زدم و تو این کیویل وی رو گذاشتم آی منهای، از تو این معادله آی به دست اومده، حالا آی که به دست بیاد به علاوه دو بشه میشه آی ایکس. سوال از شما آی ایکس رو خواستم. همه اوکی؟ خب تا الان دو ساعت گفتیم دیگه نه؟ دقیقا دو ساعت شد. این چیا داریم دیگه؟
من فکر میکنم 2 ساعت برای امشب بسه دیگه. جلسه‌مون سعی میکنیم 2 ساعته برگزار بشه که خسته نشید. ها خوبه؟ دو ساعته خوبه. پس انشالله بخونید با آقای مسعودی هم. حالا من یه همانگی بکنم اینم که ببینید مداریک و مدارده رو داریم موازی با هم میبریم جلو و انشالله امیدوارم که تا آبان یه تا آذر بتونیم مداریک و مدارده رو با هم دیگه جمعش کنیم. خب هر کسی یه نظری داره دیگه. من خودم که کلاس آنلاین بیشتر این پسندم. سوالایی که تو کلاس آنلاین مطرح میشه و نکات ریزی که تو کلاس آنلاین مطرح میشه تو فیلم اینا سوالا پیش نمیان. یعنی این سوالایی که تو کلاس آنلاین مطرح میشه هیچ موقع تو فیلم من خیلی سعی کردم فیلم رو خوب ولی این سوالات تو فیلم دیده نمیشه. یعنی این نکاتی که بچه ها به قول معروف میپرسن توی کلاس نیستش. نه توی خیلی طولانی میشه اگه بخوایم درس به درس شروع بکنیم. ولی الکترونیک همون الکترونیک یک رو شروع میکنیم و بعد که تمام شد الکترونیک تو سری میریم جلو موازی نمیریم.